سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، به برنامه پخش مستقیم امشب شنبه شب خیلی خوش اومدید. عنوان برنامه رو در پایین صفحه میبینید. موضوع فوق‌العاده مهمیه. حکومتی که ضد زن و ضد شادی هست و مردمی که تشنه برابری و تشنه شادی هند به عنوان دو قطب در مقابل هم قرار گرفتن. حکومتی که اساساً یک روش حکومت داریش و تسلطش بر جامعه و مردم گسترش غم و اندوه، آه و ناله و زاری و گریه، و دقیقاً به همین خاطر مقابل شادی مردمه. هر نوع شادی، هر نوع رقص، موسیقی، هر چیزی که مردم رو جمع کنه دور هم اما شاد نگه داره، جمهوری اسلامی تاب و تحملش از دست میره، نمیتونه تحمل کنه. اگر هزاران نفر در خیابون بیان و تو سر خودشون بزنن و گریه و زاری کنن و شیون کنن، هیئت عزاداری را بندازن، خبری از نیروهای لباس شخصی و برادران غیبی نمیدونم فلان نیست. نیروی انتظامی هم برای سرکوبشون نمیاد. اگر همین مردم بزنن و برخصن و شاد باشن و بخندن و زن و مرد کنار هم قرار بگیرن، جمهوری اسلامی از پشت قش میکنه. مردمی که میخوان شاد باشن چون شادی یک حقه. هر جای دنیا که شما برید تمام تلاش بر اینه که افسردگی رو کنار بذاریم، گریه رو کنار بذاریم، غم و اندوه رو کنار بذاریم. اصلا مراسم ها، عید ها و فستیوال های مختلفی رو تدارک میبینن یا اصلا در تاریخ بشر نهادینه شده برای اینکه مردم شاد باشن. شما نگاه کنید به فرهنگی که جمهوری اسلامی داره، مرده پرستی با شدت تقویتش میکنه. جوانها غمگین و افسرده. وضعیت جامعه وقتی که زیر خط فقر میره، وقتی که بیکاری گسترش پیدا میکنه، وقتی جامعه امنیت نداره به یک کلام، و یک حکومتی هست که با زبان دستگیری، زندان، پیگرد قانونی، شکنجه، زندان، اعدام با مردم روبرو میشه، معلومه مردم نمیتونن شاد باشن. شادی از امنیت میاد، شادی از احساس رضایت میاد، شادی از این که وحشتی نداریم میاد. نمیشه وحشت داشت و شاد بود، شدنی نیست. نمیشه تا خرخره زیر قرض بود و شاد بود، شادی رخت برمیبنده. نمیشه کودک کار بود و شاد بود. به مدارس نگاه کنید، بیشتر به تکیه و حسینیه و نمیدونم مساجد شبیه. کل آموزش و پرورش جمهوری اسلامی یه بار من شمردم، یه چیزی اگه حالا اشتباه نکنم 140-150 فقره مراسم در مدارس داره. از این 150 فقره یه دونش رو شما نمیتونین پیدا کنین که لبخند روی لب کودک بیاره، لبخند روی لب نوجوان دانش آموز محصل مدرسه بیاره. تماماً برای اینه که احساس گناه کنی، بگی خدای منو ببخش، غلط کردم، اشتباه کردم، گناهکارم، تمام داستان بر سر همینه. بفرمایید، شبتون بخیر. عزیزم صدای شما روی خط هست، بفرمایید صحبت کنید. به هر حال نخواستید صحبت کنید یا هر مشکلی دیگه ای هست، اینجا مشکلی به نظر نمیاد. شادی یک حقه. حکومتی که میخواد زن رو ببره کنج آشپزخونه، تبدیل کنه به ماشین جوجه کشی، تبدیل کنه به موجودی که زیر دست و پا باید باشه و به یه جنس دست دوم، شادی از کجا میاد؟ نمیشه تو سر کسی زد، از حقوق اجتماعیش محرومش کرد به عنوان جنس دست دوم. چه عرض کنم؟ نگیم، حالا چیزی نگیم. و بعدش کردش ضعیفه و بعد بگه خوشحال باش. خوشحال نیست.
نمیشه نیمی از جامعه رو بخوای منکوب بکنی، حجاب سیاه سرش بکشی، رنگ رو از زندگیش ببری بیرون. رنگ میگه سیاه، سیاه بالاتر از سیاهی هم رنگ نیست، فقط سیاه میپوشی. رسمیت یعنی سیاه. شادی نباید باشه، لبخند نباید باشه، خوشی نباید باشه. خب چجوری جامعه رو میشه نگه داشت؟ چجوری میشه این جامعه رو خوشحال نگه داشت؟ شادی یک حقه و فقط شادی اخلاقیات نیست، شادی سیاسته. و اگر سیاست پشت کشورهایی که شادن اون رو نبینیم، فکر میکنیم اینا آدم های علکی خوشی هن. نه، اینجوری نیست. شادن چون همبستگی دارن. روابط خانوادگی مردم در ایران چقدر تنزل کرده، رفت و اومدها چقدر تنزل کرده. خود شما به عنوان بیننده این برنامه، چند وقت پیش خونه کسی مهمون بودید یا کسی خونه شما مهمون بوده، یا دید و بازدید مرتب داشتید؟ وضعیت مالی اجازه نمیده. تلفن های ما برای تماس شما باز هست. به ویژه من امیدوارم که جوانان زیادی رو با خودمون امشب همراه داشته باشیم، زنان زیادی رو با خودمون همراه داشته باشیم که راجب شادی، شاد بودن و حق شادی صحبت بکنیم. یه نمونه هایی براتون بیارم. اگر دست جمهوری اسلامی روی سر این مردم نباشه، ما مردم نباشه، یعنی ساتور اندوه و غم از روی سر ما بره، نمونه هاشو شما میبینید. اون گروه هپی رو یادتون میاد که چطور چند تا جوون رو که یه کلیپ ویدیویی درست کرده بودن چگونه به اینا حمله کردن، داعشی به اینا حمله کردن، چند تا چه کار کرده بودن با یه موزیک خیلی مشهوری توی دنیا به نام هپی یعنی خوشحالی، رفتن یک کلیپ کوتاه درست کرد و خیلی هم قشنگ. رئیس نیروی انتظامی چنان اومد گفت در عرض 6 ساعت اینا رو دستگیر کردیم که انگار حمله به سلم و تور کرده. شما برو تو اختلاسگران میلیاردی که خودت هم بخشی از اونایی، برو سراغ اونا اگه راست میگی. لطفا 6 ساعته برو دنبال خط فقر ببینم چرا اونو دستگیر نمی کنی. برو سراغ گرونی، برو سراغ اعتیاد اگه راست میگی. تو که 6 ساعته میتونی 6 تا جوونو بگیری که گناهش اینه که موزیک گوش کرده و با اون موزیک ریتمیک یه کلیپ رقص و شاد درست کرد. این گناهش. ساتور جمهوری اسلامی رو ورد و ببین مردم چجوری میخوان خوشحال باشن. پارک آب و آتش یه نمونهشه. چند تا جوون با هم آب بازی میکنن، آب بازی. تمام ستون این حکومت تکون میخوره. چرا؟ چون چند تا جوون رفتن آب به هم پاشیدن. چرا؟ چون اولا اینا قوانین جمهوری اسلامی یعنی جدایی بین زن و مرد رو رعایت نکردن. معلومه که میزنن زیرش. چون خود تفکیک جنسیتی، خود تفکیک جنسیتی غم میاره با خودش. لشکری از سیاه پوشان درست کردن، لشکری که بینش باید یه دیوار کشی، این ورزنه اون ور مردن و اینا باید پنبه و آتیشن، دیوار بینشون نباشه آتیش روشن میشه. چرا تو کشورهای دیگه اینجوری نیست؟ شادی رو تبدیل میکنه به زنونه و مردونه. یه شادی های زنونه است، یه شادی های مردونه است. این حکومتیه که با خودش غم و اندوه تولید میکنه چون به این غم و اندوه احتیاج داره. جایی هست که جوونا بتونن دور هم جمع باشن و شاد باشن، باید خودشون ایجاد کنن و محرمانه پارتی شبانه ای بذارن، دور هم موزیکی بشنون، برقصن، بنوشن، از جوونیشون لذت ببرن، ولی مخفیانه است. اولا باید باج نیروی انتظامی رو اول توی روی میزش گذاشت که حمله نکن ما رو دستگیر کنی، اگرم پول کافی نذاری حمله قطعیه، یا اینکه بالاخره یه جوری باید حساب اونا رو صاف کرد
و بعد چند ساعتی دور هم بود، گفت و شنید، خوش بود. خندیدن، دور هم جمع بودن و شاد بودن جرمه. میگه به جرم فساد. چه فسادی؟ مگه چی گفتن؟ فساد اونه که اندوه میاره توی جامعه، فساد اونه که اختلاس میاره، فساد اونه که گرانی میاره، فساد اونه که تورم، رکود تورمی گرد کمرشکنی رو رو دست مردم گذاشته که لبخند رو لب مردم نمیبینی. شما خودت به عنوان کسی که تو خیابان با آبرین پیاده، چرا انقدر عبوسن مردم؟ چرا انقدر پرخاشگرن؟ چرا تحمل ندارن؟ چرا حوصله ندارن؟ چون شاد نیستن. شادی یک رکن سلامت جامعه است، رکن سلامت فرد، رکن سلامت خانواده، رکن سلامت یه مدرسه، رکن سلامت یه تیم ورزشی، علمی، تحقیقی. شادی یه بخش اصلی اونه. چطوری ولی ممکنه با این حکومت لبخند رو لب مردم باشه؟ میگه به ویژه علیه زن بودن غم و اندوه در جامعه رو تشدید میکنه. ممکنه چند تا پسر با هم راه برن و بخندن، اما خندیدن دختر اصلا تموم، اصلا ارکان حکومت به هم میرزه. از ملائک تا اجنه تا همه تمام تنشون میلرزه چون یه زن خندید، چون موی سرش دیده شد، چون چند تا جوون میخوان با هم بگن و بخندن و شاد باشن. و چرا نیستن؟ و چرا وقتی که فشار جمهوری اسلامی نیست مردم به یه پدیده دیگه تبدیل میشن؟ اینها موضوعاتیه که من منتظرم شما بیایید و راجبش صحبت کنید، به ویژه شما جوانها. یه آمار داره جمهوری اسلامی که ده ها بار این عدد و رقمی رو که الان من براتون میخوام بگم ده ها بار تغییر داده. میگه نیمی از جمعیت ایران افسردن. یه جا دیگه میگه سه چهارم. این رقم رو دست کم نگیرین، میلیونی این رقم. سه چهارم جمعیت از جمعیت 70 و چند میلیونی دچار انواع بیماری های روانی و افسردگی هن. یه جا دیگه جدیدن و اتفاقا امروز خونده اصلا خندم گرفت، نوشته بود نام آقای دکتر فلان گفته که طبق تحقیقات ما 15% مردم ایران افسردن. 15% هم دست کم نباید گرفت. شما به رقم 1%، 1.5% تازه میگی چه خبره تو جامعه؟ چرا آدم ها افسردن؟ خب یارتا میگه 3/4 جمعیت، میگه که میگه نصف. آمار ارقام جمهوری اسلامی میدونیم که این پاشو میندازه رو پاش، از این پاشو بردارد عدد و رقم رو تغییر میده. میگه 15% مردم، 15% 75 میلیون. شما حساب کن ببین چه با شما با چی روبرویی. بفرمید. چهارتون بخیر. الو سلام آقا علی. سلام جانم، بفرمید. میخواد سراسی حکومت صحبت کنم. اینا الان به حساب ما که به حساب شوهر زنمایی ما میتونه تصمیم بگیریم یا یه حکومت جریان چیه؟ متوجه نیستم عزیزم، گفتید ما چه میتونیم بکنیم؟ راستش من نفهمیدم سوالتون. میگن ما که حساب شوهر، حساب شوهر زنمایی ما به تصمیم میگیریم، نه رئیس جمهور نه دولت. آها متوجه شدم. بله بله. مال مادرمو چجور راه ده؟ بله. نه مثلا دولت یه تکلیف رو ما روشن کنه. ما قطع شد عزیزم صدا. قطع شد. تا تلفن دیگه ای هم بیاد اجازه بده من اولا تشکر کنم ازت که زنگ زدی. من منتظرم خیلی از شما رو خط بیاین و راجبه کلن این که چرا شاد نیست این جامعه، خود شما چجوری میگذرونین، شب میای خونه، عصر میای خونه با خانوادت، شادی کجاست، سفره خالی چجوری شاد باشم، تفریح چجوری، با چه پولی من تفریح کنم، شهر بازی چی برم برگردم خانواده ورشکسته است، اجاره خونه رو بدم یا برم شهر بازی، اسباب بازی برای بچه‌م باید بخرم که شاد باشه،
مهد کودک میذارمش میگه میخوام تبدیلش کنم به شهید. مهد کودک باید شهید پروری کند. اما نکته ای که شما گفتید، گفتید که مرد، اگر من درست فهمیده باشم، حالا امیدوارم رو خط بیاید و بقیه صحبتتون رو بگید، گفتی خب من به عنوان شوهر یا مرد یا هر چی برای خانواده‌ام باید تعیین کنم یا دولت. به نظرم یه اشتباهی تو این کار هست. قطعا دولت نباید تو زندگی شخصی آدم‌ها دخالت کنه یا حکومت. ولی اونجا که شما از خانواده‌ام صحبت میکنید، خب شما شبیه دولت وقت میخوای رفتار کنی. میگه حالا من برای زنم میخوام تصمیم بگیرم، شما آزادی. در حالی که زن یه انسان مثل شما، این شما نیستی تصمیم بگیری اون آزاد باشه. اون آزاد باید باشه و ما باید برابر کنار هم قرار بگیریم و این برابری شرط اینه که هر دوی ما انسانهای آزادی هستیم، مختاریم، با اختیار خود کنار هم قرار گرفتیم. دیکتاتوری دولتیه، ولی یه دیکتاتوری هم خانوادگیه. اونجا که دولت نیست، توی خانواده دیگران، پدر و برادر و غیره، معمولاً نقش همون دیکتاتور دولتی رو میخوان بازی کنن. ما تصمیم میگیریم. نه مقصودم این نیست که شما این کار رو میکنی. من میخوام معنی نکته رو که گفتید بگم. قطعا شما اعتراض دارید به وضعیت، اعتراض دارید به دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم و همین دخالت سبب میشه شادی از زندگی رخت بر ببنده. من میخوام شاد باشم، تو رو سننم. میخوام بزنم و برقصم و بخونم و شاد باشم و رفت و اومد کنم. وقتی فقیر و گرفتار و زیر خط فقرم، رفت و اومدم کجا بود؟ من باید سه پشته کار کنم، سه شیفته کار کنم تا بتونم اجاره خونه بدم. شادی کجاست؟ به قول یه دوستی یه وقتی میگفت شادی کیلو چند؟ شادی از کجا بیارم؟ چگونه میشه یه جامعه ای رو طبق آمار خود جمهوری اسلامی میگه بیکاری 10 میلیون؟ او 10 میلیون اندازی دوتا کشور در اسکاندیناویه، 10 میلیون بیکار. خب جوونه که بیکاره به احساس تحقیر و سربار بودن و ناتوان بودن و آویزون بودن به دیگران مداومن آزارش میده و مداومن اعصابش رو داغون میکنه. شما نمیتونه ازش شادی بخوای. میخواد شاد باشه، نمیتونه شاد باشه. این نکته رو دست کم نگیرید. ما میخوایم شاد باشیم و برای شادی تلاش میکنیم، اما نمیتونیم. اجاره خونه نمیتونم بدم، بچه‌م مریضه نمیتونم ببرمش دکتر. به خانوادم نگاه میکنم، اگه من سرپرست خانوادم و ناناور خانوادم، اصلا آه در بساط نیست. بعد میگم شادی خرج داره. لبخند چطوری من رو لبم بیاد در حالی که دائما نگرانم؟ یه سال طی همین امروز، یعنی از صبح تا الان که 8:30 شبه، شما چقدر نگران بودی؟ چقدر استرس داشتی؟ چقدر ترس داشتی؟ چقدر درد داشتی؟ چقدر گذشته اذیتت میکنه، حال اذیتت میکنه و نگرانی از آینده دلشوره و استراب برات میاره؟ اینا از کجا میاد؟ اینا از وضعیت موجود در میاد. به همین خاطر شادی و شادمانی خوشگذرانی نیست، یک سیاسته، یک قانونه. باید شاد بود و اگر این باید بیاد، اون وقت پشت سرش میاد که چگونه میشه شاد بود وقتی که امنیت دارم، وقتی بیکار نیستم، وقتی نگران نیستم، وقتی که نمیترسم، وقتی که به لحاظ مالی تأمینم، وقتی که آینده برای من نگران کننده نیست، وقتی که دست و پاچه زندگی خانوادم نیستم، وقتی که شرمنده نیستم، وقتی که زندگی انگلی ندارم، وقتی که قرار نیست اگه بخوام زندگی کنم سر این و اون کلا بذارم، نگران نیستم سرم کلا بذارن، این میشه چی؟ این میشه یک زندگی نرمال، عادی،
بفرم. سلام علیکم. خسته نباشید. ابو علی ما شاهده نداریم که. ما همش گرفتاریم. همش گرفتار. همش بدبختی. ما عمرن به شاهده نداشته باشیم. کائنه هست شاهده هم نیست. اینا بگن شاهده هست. دقیقا. ما دیگه شاهده نداشتیم. اگه شادی اگه ما تو گور بگیریم شادی بگیریم شادی بگیریم اونا شادی نداشتن که ببینیم سور که باز میشه میدونم دنبال یه رومنه اونا با ایدار مکافات بیدا میشه مکافات گیر بگیریم به خدا زبادم آمد. ممنونم عزیزم. یه جمله خیلی دردناکی گفتی، من تکرارش میخوام بکنم ولی میخوام بگم که چقدر مثل نیشتر میمونه. میگه مگر من توی گور شاد باشم؟ این تصویریه تو اینو دست کم نگیرین، این کلمات این تصویر ماست برای اینکه بابا دیگه راحت شدم. اینه تصویر ما از زندگی. مرگ میاد منو نجات میده. از چی نجات میده؟ تمام توان بشر اجتماعا در کل حیات بشر چندین هزار سال برای زنده بودن، زنده ماندن و زندگیه. و برای ما چی میشه؟ میگه مرگ. راحت بشم. سینه قبرستون. تمام اینا توی کلمات روزانه توی ادبیات ما و مکالمات ما با هم هست. مرد راحت شد. راحت شد. چرا وقتی زنده بود راحت نبود؟ به مراسم ها نگاه کنید. مرد پرستی ما دلیل داره. اندوه و غم سازمان داده میشه. سوم، هفتم، چهلم، سرسال. برای آدم زنده چرا از اینا نمیگیریم؟ چرا زنده اینقدر ارزش نداره؟ چرا برای شاد کردن هم هیچ ما چه برنامه داریم؟ چه میکنیم؟ هیچ. جشن جمهوری اسلامی بهش حمله میکنه، شادی جمهوری اسلامی بهش حمله میکنه، چهارشنبه سوری الان در راه، چیزی به چهارشنبه سوری باقی نمونده. مردم خودشون آماده میکنن، چون اولا یه جشن اعتراضیه برای مردم، از رو آتیش پریدن نیست، آتیش پرستی هم نیست، این اعتراض میخواد بکنه تو چشم جمهوری اسلامی حقم داره. اول میگه زن و مرد از هم جدا کن. اول تمام ستون جمهوری اسلامی میلرزه، زن و مرد کنار هم قرار گرفتن. او به تو چه مربوط؟ زن رو میبرم کنج خونه، چادر سیاه سرش میکشم، دستت دیده نشه، دندونت دیده نشه، لبت دیده نشه. جرمه، جرم. لبخند فساد. بفرمی جانم. الو. بفرمید. سلام آقای بهاری. سلام به شما جانم. بفرمید. آقای بهاری ممنون که از درد مردم صحبت میکنید. بفرمید. نظر خودت چی عزیزم؟ نظر من فقط اینه که برنامه خیلی خوبی دارید. شما شدید دایرش این درد مادر برای ایران. خب شما چی شدی عزیز؟ من شدم دایه شیرین تر از مادر؟ اولا نه، دایه مهربان تر از مادر میگن. خب اینم بلد نیستی بگی. بعدش هم خب تو چی شدی؟ تو شدی لولو خورخوره برای مردم ایران. ما برنامه‌مون خوبه، باید اینا رو بگی که بعد یه حرفی بزنی دیگه. خب باقا تو خودت شادی؟ اومدی حال نمیدونم میفرستنت زنگ میزنی خودت در نمیدونم هرچی دوست داری، برای من فرق نمیکنه. خودتو شاد زندگی میکنی؟ خودتو عامل شادی هستی تو خانواده، تو روابط، تو دوستات؟ شادی آفرینی نیستی، یک آدم کنترلگری هستی، ماموری، نمیدونم هر چی هستی. من که نمیدونم شما چی هستی. جامعه ای که تحت تعقیبه، جامعه ای که تحت مراقبته، جامعه ای که باید استراق سم بشه، جامعه ای که دائما باید انواع سازمان های نظامی امنیتی بپانش، اون جامعه میتونه شاد باشه؟ یه قفسه
میگه من میبرم تو اون قفس، توی اون قفس هم مراقبتم. چقدر برای شما یه نمونه بیارم، چقدر شما دسته و هیئت و نمیدونم اینا که میزنن تو سرشون و اسم خوبی سینه زنی و زنجیر زنی و اینا میشناسی، هیئت عزاداری، این بود مقصود، این کلمش به خاطرم نمیاد، هیئت عزاداری داری، اصلا مینویسه هیئت عزاداران فلان. آخ بابا این چیه؟ چرا شما هیئت عزاداری؟ این عزای چیه شما گرفتی؟ چرا مردم میشینن؟ میره گریه میکنه، میخواد خودشو خلاص کنه. میدونید چرا؟ آمارش جمهوری اسلامی میده، میگه بابا مردم افسردن. آدم افسرده که نمیره بزنه زیر خنده و شادی و خوشحالی، میره میشینه خودشو خالی کنه، انقدر گریه میکنه. یه دلس میگه دل سیر گریه کردم، چرا نمیگه دل سیر خندیدم، شاد بودم، روز خوبی داشتم، انقدر خندیدیم، انقدر شاد بودیم، انقدر گفتیم، انقدر لذت. اینا نیست، این کلمات اصلا رخت بربسته رفته، اگرم هست باید مخفیش کنیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میاد میخواد بره تو اتاق خواب طرف، میخواد بره ببینه تو خونش چه خبره، چه فیلمی دید، چه حرفی زد، کدوم کانال رو نگاه کرد. دشمنی جمهوری اسلامی با ماهواره سر چیه؟ برای اینکه یه دنیای دیگه است و مردم متعلق به یه دنیای دیگه هست، نه به جمهوری اسلامی. بفرمید. با سلام خدمت دوستان عزیز و همیهنان خودم، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و سپاس میگم شما را از این که این برنامه رو برای مردم گذاشتید که مردم بیشتر متوجه اشتباهاتشون بشن. ببینید این آخوندها از زمانی که اومدن وقت مملکت قرار گرفتن با دروغ و وحیده و ریا مملکتداری رو انجام دادن. میخوام بگم مردم چون میخوام ما متوجه بشیم تمامی حرفایی که زده میشه ما از طریق سیاست مدارای ما تماما دروغه، تماما ریا، تماما کبره. اینها نمیخوان ما مردم به درستی زندگی بکنیم. زنهای مردم، زنهای ایرانی ها یا باید در دبی باشن یا در ترکیه. آیا درسته؟ آیا خامنه‌ای دختر تو در ترکیه بود یا در دبی بود همانند دخترهای مردم؟ چون تو فکر نکنم خونه شما رنگین‌تر از خونه مردم باشه. آیا درسته؟ آیا خامنه‌ای دختر تو به خاطر یک لغمه نار یا به خاطر اجاره خونهش بخواد برخ تنگ کمیشی کنه؟ یک لحظه من چیستی پس کنید های اونه که دم از مذهب میزنید، دم از دین میزنید، دم از انسانیت میزنید، دور از همه اینا قرار گرفتید، چرا با مردم بازه میکنید؟ من متاسفم برای بعضی از مردم که فکر میکنن را رو درست بذارن میرن. بابا یه خودی بشید نگاه کنید ببینید چه خبره، دوره براتون نگاه کنید ببینید در ممالک دیگه چی کار میکنن، ببینید در ممالک دیگه چی کار میکنن، ببینید واقعا درستی زندگی میکنن یا به درستی زندگی نمیکنن. به خدای زندگی چی کار میکنیم؟ ما زنده این فقط زنده این که ببینید چطوری داریم از این میریم. بابا بلند شید داره خدا، یه خود نگاه کنید بلند شید بفهمید، نمیدید برید پیافه ما کنید، چون اینا رسکر نداره میزنن مثل زمان محمد رضا شاه نیست که آجا رعایت کنن مردم بسه. خدا بیا موجه محمد رضا شاه رو فرقی بود که واقعا رعایت کرد مردم، واقعا انسان بود. ما نمیخوام دروغ بگیم به خودمون، دیدیم همه اینا رو دیدیم، ولی از مردم خواهش بکنم یه مقدار هوشیارتر یه مقدار زندهتر نگاه کنن به قضیه و با ترس وام خوب برخورد نکنن با مسائل. یکم خلاصه کنید، اشاره میکنن دوستانی پشت خط هستن. به خدا قسم اگر ما بدیم شهامت به خرج بدیم در روی
این نتایج لا بیچند نمیتونم به این صورت با ما مردم برخورد بکنم. ممنونم عزیزم. ببین یه مقایسه کردید، حالا شما طرفدار نظام پادشاهی هستی، خب مر خودت، ولی شما فراموش کردی دوره حکومت نظامی رو، شما فراموش کردی میدان ژاله رو، شما فراموش کردی چطور تانک میرفت رو ماشینا تو خیابونای اهواز. نباید اینا رو فراموش کنی. جنایات جمهوری اسلامی یه کاری کرد که روی حکومت پهلوی رو سفید کرد، از بس جنایت کرد، ولی شما نمیتونید برید اونو بیاری مقایسه کنی بگی اونا چی رو رعایت میکرد، چی رو رعایت میکرد؟ سازمان امنیت برای چی درست کرد؟ یه ارتشی که درست کرده بود میگفت پنجمین ارتش جهان، حالا من نمیدونم واقعا بود یا نه، حالا فرض کنیم که بود، اون ارتش تو کدوم جنگ شرکت کرد؟ یا رفت مردم زوفا رو سرکوب کرد، یا اون ارتش اومد حکومت نظامی رو به دست گرفت، قرار بود مرزا رو حفظ کنه دیگه، اومد تو خیابون، تیمساران و افسران و نمیدونم ارتش بودا و فلان، اونایی که یادتون میاد 10 تا قپر دوششون بود و تحصیل کرده های آکادمی های نظامی نمیدونم آمریکا و غیره بودن، همه شدن فرماندهان نظامی تهران، اصفهان، شیراز. این نه اشتباه است، نکتت علیه جمهوری اسلامی درسته، ولی یه مقایسه میکنی خب میزنی زیر همه حرفای خوبی که زدی. جانم بفرمید. قطع شد عزیزم، حیف، نمیدونم چرا قطع شد صدات، اما برگردیم سر موضوع شادی و حقمون. من میخوام راجع به دو تا نکته و دو مقایسه بیارم، آزادی زنان و آزادی جامعه. چیزی به 8 مارس باقی نمونده، 8 مارس روز جهانی زن، روز دفاع از برابری زن و مرد، روز دفاع از بفرمید. الو بفرمید. سلام. سلام به شما، بفرمید. وقتتون بخیر. زنده باشید، وقت شما هم بخیر، بفرمید. قربان شما. آقا جمهوری اسلامی اصلا کلمه شادی و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فقط اعضا دعای کمک، دعای ندبه، دعای کمه، هزار دعا. جمهوری اسلامی همیشه دلش میخواد مردم در غم و اندو باشه، جمهوری اسلامی شادی، جمهوری اسلامی اصلا کلمه شادی تو کار از خامنه ایش بگی، از حضرت محمد ایش که بوتشون هست تا امام جمعه شهر ما که میگه همه چون سرندر با یک جر باستن، یعنی کلمه راز از جمهوری اسلامی هست، یعنی مسلمون گفت مسلمون اصلا شنیده نخواهد شد. ما روزی کلمه شادی و خنده و روی لبامون میاد که انشالله انشالله که حزب کمونیست کارگری ایران بر سر کار باشه که انسانیت برقرار بشه. ممنونم عزیزم. بذار یه نکته خیلی خوبی گفتی، من دوست دارم تا تلفن دیگه این نیومده روی اون یه تاکید بذارم، و اون اینه که از ابتدا این بنیاد این حکومت بر اینه که کسی شاد نباشه، ولی ماجرا این نیست که مردم میخندن و این یه اخلاقه، نه، شادی قبل از هر چیز رضایته و اون وجود نداره. بفرمایید جان. سلام. سلام به شما جان، بفرمایید. آقا هری؟ بفرمایید. خسته نباشید هری. زنده باشید. بفرمایید نظرتون چیه؟ از بنابرش ما خاطر تشکر می‌کنم، دست شما درد نکنه، ممنون.
ممنون از شما. نظرت چیه راجع به موضوع برنامه؟ فقط شد. حیف عزیزم. خب ممنونم که از برنامه راضی هستین و حرف دل شماست. اینم جای خوشحالیه. ولی ما باید راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم و راه پیدا کنیم. ما نمیخوایم بگیم این جامعه غم زده است. آلردی ببخشید. در حال حاضر همین هست. غم زده هست. همینی که از ما میبینیم. ولی ما میخوایم عوضش کنیم. میخوایم این وضعیت نباشه. چطوری شادی خودمون رو نشون بدیم؟ چطوری بگیم ما غم نمیخوایم، اندوه نمیخوایم، گریه نمیخوایم، عزا نمیخوایم؟ چرا هیئت‌های شادی نیست؟ چرا هیئت شادمانی نیست؟ چرا نیست؟ اصلا در ذهن ما میگذره که یه روزی ببینیم یه جا نوشته هیئت شادمانی مثلا مردم محله یافت‌آباد مثلا. اصلا تو تصور نمیاد. ولی باور کنید خیلی از کشورها اینجوریه و من نمونه میارم براتون که فکر نکن این یه ادعاست. بفرمید. سلام. سلام به شما جان. بفرمید. مجددا شهر میدونم عزیزم صداتون قطع شد. آره صدام قطع شد، تلفن من قطع شد. جمهوری اسلامی که حتی به تار مو زنای ما ایراد میگیره، به شلوار پوشیدن زنمون ایراد میگیره، به پوشیدن لباس مردمون ایراد میگیره، به کوچکترین چیزمون ایراد میگیره، حتی به دو تا لامپ در خونمون اگه بخوایم روشن کنیم ایراد میگیره که پولیش ده برابر از زیر ما میگیره. اما اصلا کلمه شادی و جمهوری اسلامی اصلا واقعا تو دنیا میشه بگی اصلا کلمه شادی با جمهوری اسلامی اصلا جور در میاد. دست درد نکنه. ممنونم که مجدداً رو خط اومدی. من دوست دارم این کلمه آخرتو به یه شکل دیگه تکرار کنم که خیلی نکته خوبی بود. شادی، شادمانی و جمهوری اسلامی متضاد همن و آبشون توی جوب نمیره. خیلی نکته قشنگ و خوبی گفتی. ممنون ازت جانم. بفرم. بفرمید جانم. صدای تلویزیونتون رو محبت کنید کم کنید. آزاردهنده است واقعا. یعنی نه ما صدای شما رو میشنویم نه شما صدای من رو میشنویم. بفرمید. صدا حیف شد صداتونم قطع شد. خواهشم اینه که به محض اینکه اتاق فرمان گفت صدای شما روی خط هست، صدای تلویزیونتون رو ببندید که بتونید صحبت کنید، چون صدا برگشت میکنه مثل الان. خب شما، من میدونم پشت خط بودید، منتظر بودید تا وصل شد، با این دلیل قطع شد. جونم بفرمید. سلام آقای بهاری عزیز. خسته نباشید. زنده باشید. شب بخیر. شب شما هم بخیر عزیز. بفرمید. آقای بهاری عزیز. قربانت آقای بهاری عزیز. از چقدر از این آخونده بیدیم واقعا کم گفتیم. یعنی تاریخ از اینا کم میاره. اینا زید بشن، زید انسان هست. اینا انگرن زون ملت افتادن تا ملت از بین نبرن. اینا دست بردن نیستن. اینا یه آدم هایی هستن تو کره زمینن تا همه چیره از ملت گرفتن. اینا شادی رو ما شادی ندیدیم که از زمان پنجه هفته بعد ما شادی وجود نداره تو ایران، چون همه چی گرفته شده از ما. همش کمیم قصه درده. اون گرد در الان بیمارستان هم چه وضع داره؟ چقدر قابل شمارش نیست؟ شما هر شهر هموطن عزیز ما فقط شهر خودشون مطبع را بشورن ببینن چند تا مطبع روز به روزن زیادتر میشه. میری داخل چقدر مریض هست. اینا همه چی را از ملت گرفتن. یه از شیطان پرسیدن شما در ایام هفته چکار میکنید؟ گفت والا من میرم دو روز تو آمریکا هوا رو عوض میکنم، بقیه را میام تو ایران آموزش میبینم. اینا شیطان بزرگن، به شیطان هم دست میگن. انشاءالله ملت ایران یه خودی به خودشون بیان یه تا راهشیم از اینا. واقعا سخته، واقعا خسته شدیم از این حکومت. قربانت برم. شب زنده باشی. زنده باشی، چون مثال قشنگی زدی. خب اینا بی خودی درست نمیشه این چیزها. ببینید
وقتی که ما راجع به شادی به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فقط لبخند رو لب ما نیست. این زندگی یه سازمانی داره که اون سازمان از دست داده. شما بدهکاری، نگرانی، بیکاری، خانواده معتاد توشه، تن فروشی که بغل دست سر سفره نشسته، نون اون خانواده اینجوری اومده، اصلا کجا شاد باشم؟ شده شغل، تن فروشی هم زنون مردونم نداره، تعارف هم نکنه، همه ما خبر داریم چه خبره میدونیم، زیر هیچ عبا و عمامه ای هم نمیشه، انقدر قلمبه است که زیر هیچ عبا و عمامه ای نمیشه مخفیش کرد. این یه بخش از زندگی. خانواده که با احتیاط درگیره، با تن فروشی درگیره، با بیکاری درگیره، با گرانی درگیره، با کرایه خونه درگیره، با زندگی متلاشی شده درگیره، اومده آجر رو آجر بذار به یه امیدی، دنگ، خانواده متلاشی شد. اختلافات اساسیه که منجر به طلاق و متلاشی شدن و فروپاشی روابط خانوادگی میشه، اساسش فقره، اساسش فقره. ده ها بهانه دیگه با خودش درست میکنه، ده ها نارضایتی دیگه، ده ها کشمکش دیگه با خودش درست میکنه، ولی سررشتهش از فقر میاد. آخرش میرسی به اقتصاد، میبینی نمیشه تأمین کرد. تفریح مردم رو شما نگاه کنید. تفریح ما چیه؟ به اسم ببرید که جمهوری اسلامی ممنوعش نکرده باشه. مردم حق دارن پارتی شبونه بگیرن، دور هم باشن، بزنن، برقصن، بنوشن، نوش جونشون، حق دارن. ولی این مخفیانه است. این ماییم که داریم یه جوری خودمون رو نگه میداریم. ولی شادی تو مدرسه کجاست؟ شادی تو دانشگاه کجاست؟ ببینید فرهنگ مردم، نمونش رو شما توی مراسمی که توی شهر رشت بود دیدید. فرهنگ مردم، زن و مرد اومدن تئاتر با هم بازی میکنن، نه کسی به میگه پنبه، نه اون یکی آتیش، مثل بشرن اینا. یه نمایشنامه است، دارن بازی میکنن، یه کارناوال خیابانی دارن درست میکنن، شادی و خوشحالی دارن ایجاد میکنن. جمهوری اسلامی مثل اختاپوس میریزه روش. جشن روز پرستار در تبریز که خیلی های شما حتما ویدیو کلیپاشو دیدید، من یکی دیدم واقعا خوشحال بودم، نگاه کردم و با لذت نگاه میکردم. میدونین چرا؟ چون فرهنگ مردم وقتی میزنه زیر بساط جمهوری اسلامی همینه. نه حجاب سرش میکنه، نه فکر میکنه زنه، نه اون یکی فکر میکنه من مردم. ما آدمیم، شادیم، کنار هم دیگه ایم. مگه قرار به جون هم بیافتیم؟ مگه قرار بلایی سر هم بیاریم؟ مگه من افر که زده زندگی نمی کنن، شب و روز زن و مرد کنار هم کار می کنن، بازی می کنن، تفریح می کنن، ورزش می کنن، شنا می کنن، دریا می رن، مگه به جون هم افتادن؟ درست برعکس. میای تو کشور اسلام زده، بخش عظیمی است شادی مردم به برابریه، بخش عظیمش نکبت. میذارید بین مردم حالا بیا درستش کن. مهد کودک میکنه میگه ما باربی میسوزونیم. فکر کن بین چه بلایی سر بچه کودک میاره، چه میکنه با ذهن کودک. آتیش میزنیم. داعش که شاه خودم نداره، داعش همینه، میسوزونیم. بعد یه دونه عروسک چلوار پش پیچیده، نمیدونم این که میبندن مغنه پیچیده بهش، نمیدونم درست گفتم کلمش یا نه، میده دست بچه میگه حالا این خوبه، اون باربیه رو بسوزن، آتیشش بزن. آدم در ذهن کودک باربی آدمه.
رابطه کودک با اسباب بازی کاملا سازمان یافته است در ذهن کودک و همه اینا بخشی از واقعیت‌های ذهن کودک. با ماشین اسباب بازیش رابطه برقرار میکنه. ماشین اسباب بازی نیست، عروسک آدم، عروسک نیست. برای کودک اینجوریه، میخوابونش، بهش غذا میده، باش رابطه برقرار میکنه، براش گریه میکنه، میگه سردش شد، گرمش شد. این رابطه است. جمهوری اسلامی اینا تو حالیش نیست، چون باید قهر و غضب ایجاد کنه. این حکومت با همینا سرپاست، با همینا سرپاست. بعد میگه باربی رو بسوزون. به کی؟ به چه 8-9 سال؟ آتیش بزن ذهنتو، آتیش بزن روابطتو، آتیش بزن آرزوهاتو، آتیش بزن انسانو بسوزون. بعد یه کفن پیچ میده دستش، میگه بیا حالا این خوب است. بعد میخواییم کودک شاده. برای شما مثال زدم، گفتم 150 فقره مراسم جمهوری اسلامی در مدارس، در آموزش پرورش. لبخند، یه دونه از این مراسم ها لبخند رو لب بچه نمیار. یکیش نمونش راهیان نور، ترویج صلوات، جشن تکلیف. جشن تکلیف که فاجعه است، فاجعه تمام. تو زنی نامحرم، محرم، بیا شادی اینا میاره تو زندگی. پنبازیش یه دفعه میشه دشمنش. میخوای شاد باشه اون وقت بچه؟ تو خونه پدر مغروز، مادر بیکار، سفره خالی، برادر معتاد. شادی میاد سر اون سفره؟ بخش عظیمی از مردم دارن اینجوری زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی خودش با زبون خودش میگه، میگه درصد بالایی، حالا یه بار بهتون گفتم 3/4، یعنی 75%، 50%، 20%، 25%، 15%. خب این براش مردم بشقاب ملامینن، میان میچینه رو هم یا یه ده تاش از روش ور میداره. اینجوری آمار براش. اینا آدم نیستن، جنسن. من میگم آقا ما قرار بذاریم سر 25% مردم. 25% جمعیت، 1/4 جمعیت ایران به انواع مشکلات روانی دچار شدن دیگه. چرا؟ چجوری میشه این افسردگی زدایی کرد؟ جوانی که 10 سال بیکار میمونه، کار نیست براش، به هر دری میزنه، میخوای شاد بمونه؟ نمیمونه. میخواد تشکیل خانواده بده؟ نمیتونه. میخواد با دوست دست دوست دخترش یا دوست پسرش رو بگیره دو تا قدم بزنه. زمین و زمان دنبالشن. شادی میمونه براش؟ همه چیز باید مخفی کنه. همه چیز باید، و چیزی رو که شما مخفی کردی دیگه شادمانی نداره. چون نباید علنیش کنه. ذهن کودکان ما با این تناقض و دوگانگی رشد میکنه و نسلی به وجود میاد که اساساً با تقلب میتونه خودشو نگه داره. این یه بخش دیگه از اون غم و اندوه. جامعه ایران رو نگاه کنید. تلاش مردم برای برگزاری مراسم های شاد. میگه خوانندگی زن، زن نباید بخونه. خب انواع گروه های موسیقی زیرزمینی درست میشه، جمهوری اسلامی میافته جونش. میگه زنان میتونن همصدایی کنن، ولی صدای زن نباید بیاد. صدای زن نباید بیاد. مردم میپذیرن؟ نمیپذیرن. انواع خواننده های زن رو میشناسن، انواع موزیک های غربی رو گوش میدن یا هر چیزی که دستشون میرسه. و وقتی داره این موزیک رو گوش میکنه، نمیگه زنه، موزیک رو گوش میکنه. نمیگه یه زنه داره میخونه، میگه یه خواننده ای میخونه. تو ذهنش زن و مرد نداره، از یه صدایی، از یه شعری، از یه تصنیفی، ترانه یا هر چی اسمش هست داره لذت میبره. میگه چقدر خوب خون، به دلم نشست. جمهوری اسلامی میاد قیچیش میکنه. ساز و آواز قیچیش میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون باید غم و اندوه به جاش بذاره. ترویج صلوات باید جاش بذاره. یه مثال هست. جوامعی که دائما درگیر گذشتن، مثل جوامعی مثل ما،
مؤسسه گالوپ بین 183 کشور یه تحقیق میکنه. طبق تحقیق این مؤسسه که ارزش علمی داره، میگه که ایران دومین کشور غمزده جهانه. غمزده، غم و اندوه به یه موضوع نهادینه در جامعه تبدیل میشه. دلیل، دلیلش این نیست که مردم بلد نیستن شاد باشن، دلیلش این نیست که فرهنگ شادی نداره، نه اینا نیست. دلیل واقعیش وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. من بیکارم، گرفتارم، بدهکارم، خونه توش معتاد هست، شادی کجاست؟ من معلمم، باید بدوم سه شغل دیگه انجام بدم بعد برم سر کلاس بدم، من معلم شادیم؟ اصلا اینقدر عبوسم که فقط وقت بگذرونم، چون الان بعد بلا فاصله بعد مدرسه باید بدوم مسافرکشی، بلا فاصله باید بدوم دنبال یه کار دیگه. معلمی که باید بره دست فروشی کنه، از مدرسه میاد بیرون میره بساط پهن میکنه چون باید اجاره خونه بده، شادی میبره سر کلاس؟ اصلا شادی رو میفهمه؟ خودش اینجا ذهنش داره اجاره خونه رو حساب میکنه، خودش سر کلاس ذهنش داره برای بچه خودش که توی کلاس دیگه است و شکم گشنه رفته مدرسه داره فکر میکنه. آدم ها کنار هم هن؟ نه، شما نباید کنار هم باشی. یک بخش از شادی همبستگی و نزدیکی آدم هست. شما نگاه کنی یه میدون ورزشی رو نگاه کنی، طرفداران تیم میان، چرا محیط اینقدر شاده؟ رقابت دیگه، رقابت دو تیم با هم و طرفداران مختلف. چرا اینقدر شاده؟ به خاطر اینکه هم مردم کنار همن. جمهوری اسلامی چه میکنه؟ اول زنون و مردونش میکنه، بعد میگه ضعیفه ها نمیان. جامعه چه میکنه؟ جامعه واکنشش اینه، میزنه زیر بساط جمهوری اسلامی چون میخواد زندگی کنه. ارزش های زندگی، چیزهایی که جمهوری اسلامی باش بیگانه است و برای مردم هدف توی زندگی، در مقابل هم قرار میگیرن. جمهوری اسلامی به عنوان دومین کشور غمزده جهان معرفی میشه. وضع زندگی مردم در این کشور غمزده چیه؟ آزادی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فردی، چقدر مردم آزادن؟ شما به عنوان بیننده چقدر خودتو آزاد احساس میکنی؟ به عنوان زن این خونه الان صدای منو داری میشنوی، چقدر خودتو آزاد احساس میکنی؟ نمیکنی. دروغه اگه بگی من خودم آزاد احساس میکنم. بفرمید جانم. سلام آقا بهاری، خسته نباشید. زنده باشید جانم، بفرمید. آقا بهاری، در مورد این ضد زن جمهوری اسلامی میخوام بگم متاسفانه جمهوری اسلامی خوب نقطه ضعفی از مردم ایران پیدا کرده. آقای بهاری هیچ وقت نمیاد بگه میخواد زن رو ذلیل کنه، هیچ وقت نمیگه این کار زن قدغنه، میگه حرامه. آقای بهاری وقتی اسم حلال و حرام که میاره واسه همه تحت تاثیر قرار میگیرن، از مردا هم زنا هم متاسفانه خوب سیاست به کار میبره. این حلال و حرام بودن، این حلال و حرام کردن، این مردم ایران باید آقای بهاری یاد بگیرن که تعصبی نباشن، مذهبی نباشن. اگه مذهبی نبودن میتونن یه کاری بکنن. اگر تا زمانی که مذهبی هم به این خرافات گوش میکنن، همین که تا هر زنه تا تکون میخوره میگه این کار حرامه، اسم حرام رو میاره، همه هم که مذهبی به جا اصلا میپیچه، اصلا مغز مردم یه مدل دیگه میشه. طرف زن خوش میگه خفه شو، حرف نزن، حرام کردن، این کار حرامه، این کار حلال. من نمیدونم اینا چرا یه الگو میخوان مثلا زنای ایران مثلا الگو نشون بدن، نمیگن بابا مثلا فلان زن باسواد، فلان زن فیلسوف الگو شما، میگن فاطمه زهرا. فاطمه زهرا دو تا سواد داشت که الگو زن ایرانی. آخه چی داشت فاطمه زهرا که بشه الگو؟ تو سن این جهزالگی هم که مرد. آخه این دختری که 9 سال پیش اومد اینجا از دلیل جمعون چه الگویی می‌خواد بشه واسه زن ایرانی، واسه جامعه؟ یه تو 4 تا زن با سوادی بشه که این الگو بشه، واسه زن یاد بگیرن، اونا برن درس بخونن،
نه اینکه بچنن همش گریه کنن. فاطمه مثلا این گریه کرد، واسه اون گریه کرد، واسه همش گریه کرد، واسه باباش گریه کرد، واسه بچه‌اش گریه کرد. همه آماده نمورد بود وارد میدره واسه عزادار بود. میگفت که حالا میخوان برای تو رو ببرن. 50 سال دیگه حالا. اینه که بدبختی کشور ما هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنه در زمانی که مذهبی هستیم. خرافاتی هستیم. ببخشید خدا. ممنونم ازم. خب خیلی نکات با اهمیتیه. یک بخش از تربیت مذهب همینه. حرام و حلال که شما میگید فوق‌العاده درسته. میبینید چیه اصلش؟ بی حقوقی. شما در هیچ مذهبی هیچ حقی نداری، چون یا دستور باید انجام بدی یا دستور اومده انجام ندی، بنابراین شما حق انتخاب نداری، یا واجبه یا حرومه. اون وسط هم یه چیزی درست کردن، نه اون کلمه درستش چیه، بعد یعنی مالا انجام دادی یا ندادی هم مل خودته، تموم شد. این میشه حق شما. از همه نعمات که آزادی هست اولا شما محروم، به ویژه زنان. این یکی از این آیت الله ها بودش که میگفت مگه تو اصلا آزادی، مگه تو حق اختیار داری؟ مصباح یزدی درست میگه، میگه مذهب که به تو اختیار نداده که انتخاب کنی. همینو فرمول درست میگه، همینه، واقعیش همینه. میگه شما اختیاری نداری. خب واقعا همینه دیگه، مذهب به کسی اختیار نمیده، اصلا کسی اختیار نداره در مذهب. دستوره حرام حلال، تموم شد، شما مرخصی. اون آیت الله داره راستشو میگه، میگه انتخاب چی؟ ما انتخابی نداریم. خب وقتی من انتخابی ندارم شادی هم ندارم، وقتی که انتخابی ندارم من حقی هم ندارم. به همین خاطر رأی در جمهوری اسلامی پوشالیه، انتخابات پوشالیه، مضحک است. اما برگردیم به زندگی خودمون. یه نکته با اهمیت رو فراموش نکنیم و اون اینه که مقابله ما به عنوان افرادی که میخوان جمهوری اسلامی رو پس بزنن، قوانینش رو پس بزنن، اندوه و سوگواری رو پس بزنن، چه کارایی میکنن؟ ما چه کارایی میکنیم و چه کارایی باید بکنیم؟ من منتظر این تماس هام راستش، منتظر تماس های شما، به ویژه جوانان که میایید روی خط و میگید چه میخواید بکنید برای اینکه این فضای اندوه، حزن، سوگواری عقب زده بشه. چه میخواییم بکنیم؟ من عمدن مراسم روز پرستار رو در تبریز مثال زدم. اون یکی از این کارا است. میگه من اینجوری، من این کارو میکنم. بفهمید. سلام، خسته نباشید. زنده باشید. بفهمید. ببخشید، وقت ضد زن شده، بنده از اهواز تماس میگیرم. بفهم. از جنوب ایران. بحث ضد زن شده، معذرت میخوام، الان منظور شما از ضد زن اون چیزیه که به قول گفتنی زنا باید مثلا چه کار کنن؟ نه. آیا به نظر شما یک زن برای کشف حجاب خودش، اگه حجاب خودش رو کشف کنه، این واقعا خوبه؟ یا یک خانواده ای که دخترشون با لباس مبتذل بره بیرون، آیا این، حالا ما اسلام میذارم کنار، من بنده به عنوان یه شیعه اسلام میذارم کنار، بس اسلام نیست، ولی شما خودتون، معذرت میخوام، شما خودتون قبول داری که مثلا دختر، مثلا دختر همسایه یا مثلا دختر خودت با لباس مثلا به غیر از حجاب بره بیرون؟ فرهنگ ایرانی همون زمان اجدادی همونه، آزادی به لباس پوشیدن نیست. ما هیچ مشکلی نداریم. شما نداریم. من کارگرم. خب میدونم شما کارگرین ولی متوجه نیستید. حالت دولت‌های غربه.
ببین عزیزم، چند تا نکته تو صحبتات هست. میگی که اولا لباس مبتذل چیه؟ من به نظرم چادر و چارقد و چاقچور و مقنعه لباس مبتذله. نظر شما چیه؟ میگی نه این مبتذل نیست، اگه حجاب نداشت میشه مبتذل. مبتذل معنیش باید بکنی، چرا مبتذله؟ چرا باید به سر زن حجاب کشید؟ بعد از من میپرسی، میگی شما غیرتت قبول میکنه مثلا دخترت یا دختر همسایه؟ اولا دختر منه، خب عقل داره یا نداره؟ انسان مستقلیه یا من باید براش تصمیم بگیرم؟ شما بلافاصله زنو میکنی یه فرد ناقص العقل که تو باید براش تصمیم بگیری چی بپوشه. بعد میگی ما با حجاب مشکلی نداریم. خب شما نداری، به خاطر اینکه میای میگی من به عنوان یک شیعه خودتو با اون تعریف میکنی، نمیگی من یک انسانم و انسان حق داره، آزادی پوششی حقشه، انتخاب میکنه من اینو میپوشم یا نمیپوشم. شما میگی مبتذل چون میخوای جرم براش درست کنی، بعد میگی بهش حمله کن، لباس مبتذل پوشید. بفرم. الو سلام. سلام خانم، بفرم. الو سلام، شب شما بخیر. زنده باشید. من بفرم. در رابطه با این صحبت اولا ازتون خیلی تشکر میکنم بابت زحماتی که برای ما میکشید. شما از من اگه سوالی دارین، اگر نه که من صحبتم رو داشتم. بفرمایید، من که نمیدونم شما راجع به چی میخواید صحبت کنید که سوالی بکنید. من راستش شما الان صحبت میکنید در مورد زن، منم به عنوان یک زن از این که تو اینجا واقعا ماها در فشار و ناراحتی هستیم، ما مگه اینکه آزادی داشته باشیم مثلا بتونیم به شما زنگ بزنیم؟ و این خیلی جالبه برای من که شما حتی میذارین کسایی که مخالفن از این حکومت منحوسن هستن صحبت کنید. این آقای الان گفتن شما چی میخواید، فکر میکنید خانما باید بیهجاب بشن؟ داره که ما خانما اصلا این هدفمون این حجاب و اینا نیست، اونم یه چیز انتخابیه. من فکر میکنم اولا ماها میخواییم که حق داشته باشیم که اگر به عنوان یک زنی هستیم که تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، چرا باید مثلا ما حقوقمون برابر با مرد نباشه؟ چرا ما باید مثلا که به عنوان میگن اسلام باید تغییر کنه قوانینش بر اساس شرایط روز و مقتضیات، چرا باید مال ما مثلا ارثمون نصف باشه؟ چرا ما شهادت یک زن رو در دادگاهمون قبول نداریم به عنوان اینکه یک زن بتونه شهادتش کامل به عنوان یک فرد و در برابر دو مرد سه مرد باید محسوب بشه؟ اگه موضوع احساسی بودن خیلی از مردا هستن که اصلا تفکرشون درست نیست و خیلی متحجرن و خیلی هم شاید رو احساسشون احساسی ترن، و چرا ما اصلا نمیتونم اسم فرزندم رو به عنوان که خودم قبول مثلا به اسم خودم قرار بدم؟ برای قیومیتش باید چقدر دمندگی کنم؟ میدونید ما به عنوان یک زن متاسفانه به عنوان این هستیم که یک شهروند حتی نوع چهارم پنجمه حساب نمیشیم و فقط برای ببخشید شما آقا هستیم و برای من خیلی محترمی، به من شهوترانیه فقط تو ایران وقتی سیغه رو میذارن مثل انتخاب بین بد و بدتره. آیا من یه سوال دارم چون تو عموم مطرح میشه شاید خیلی ببینم، آیا یک مرد حاضره که زنش رو عدالت رو زن رعایت کنه و بخواد هر شب بغل یک مرد بخوابه و اون زن خیلی انگار مثل سر ما ملت میذارن آقای بهاری عزیز که میگن خب ادامت باید میکنه، اون همسرت میره و با زن دیگه هست، برات اتاق میگیره خونه میگیره و به پول یکسان میده، به منوقت میاد پیشت، مگه من مرد فقط ببخشید برای بغل خوابیدن میخوام؟ این خیلی زشته، این نهایت اوج نزول یک زنه. اگر روز زنه اگه مردای قبول دارن که زناشون بخواد هر روز با یکی باشه، اگر روز زنه چرا نباید ما اجتماع داشته باشیم؟ اگر روز زنه پس چرا ما نباید یک سخنران یک کانالی رو اختصاص بدن برای اینکه زنا بیان و مشکلاتشون رو بگن؟ به خاطر اینکه نمیخوان بشنون آقای بهاری عزیز، به خاطر اینکه من مادر الان پرورش میدم پسرم رو به صورتی که بهش میگم اول از همه باید تو بین زن و مرد فرقی قائل ندینی به غیر از این که زن و مرد جسمشون یکم تفاوت هایی داره، ولی ما تکمیل کننده همین، ولی اینا اومدن و وقتی که اینقدر احمقن یکیشون میاد و میگه ورود زنها به مجلس یعنی طویله، پس خودت تو طویله هستی،
پس تو داری طبیله زندگی میکنی. بله که زن ها نباید بیان طبیله مجلس شما. من واقعا برام جای این داره که خیلی متاسفم که خانمای ما یک انجمن، یک حزب، یک گرد همایی ندارن مثل خانم سیمین دانشور یا مادر ستاره بهشتی یا مادر شهید زینالی. و خیلی که به هر حال شهید شدم متاسفانه توسط اینا سالش داشت و خیلی متاسفم. حالا شاید گذاری بکنم ربطی به رزوزن نداشته باشه که چرا مردم ما میرن نه به عنوان اصلاحگر رای میدن. آیا آقای من منجای سال آقای مطهری اصلاحگره؟ اصلاح طلبه؟ آیا آقای عراقی، آقای عراقی این اصلاح طلبن؟ آخه مردم چرا چشم و گوشتون رو باز نمی کنین؟ 38 سال فریب خوردین، باز هم میخواییم فریب بخونیم. من که رأی نمیدم و هیچ بابم نخواهم داد، چون من اینجا حق رأیم باید از کسایی باشه که خودم انتخاب کنم، نه که یه عده احمق انتخاب کنم و من بگم خانم محترم شما برو به اینا رأی بده و اون آقا یه خامنه‌ای میگه مخالفینم بیان رأی بدم. ما مگه توهی مغزیم که بیاییم رأی بدیم به کسایی که تو انتخاب کردیم؟ اصلا هیچ قبول ندارم اون اینکه نظامی که درش زندانی سیاسی حق ملاقات نداره، زندانی سیاسی حق اینو نداره که مثلا بره و فرزندشو ببینه کجایی. اگه شما میگید اسلام کجا باید یک مرد یا زن، آیا نیازهای عاطفی رویشون؟ یک زنش باید تو خونه بمونه عذاب بکشه، بچه‌هاش عذاب بکشن، از زندان تهران یک افراد کرمانشاهی رو بندازن زندان سنند، زندان نمیدونم مثلا کهریزک یا کرج برای دیدار و ملاقات، در حالی که ما الان مهریه همسرانمون رو خیلی راحت نمیدن و ما زندانشون هم نمی کنن. خلاصه کنین ممنون میشم دوستان پشت خط. من خیلی خیلی شرمندم. خواهش میکنم. ممنونم که تماس گرفتین، نکات خیلی خوبی هم گفتین. من واقعا انتظارم این هست که صدای شبیه شما امشب روی خط باشه. جمهوری اسلامی ضد شادیه چون ضد زنه. آگاهانه دو تا کلمه کنار هم، به خاطر اینکه وقتی جامعه رو از حق آزادیش محروم می‌کنی نمی‌تونی شادمان نگرش داری. یه قفس درست می‌کنی، مردم انداختی توش، بعد میگه حالا شاد باش، چه خوشحال باش که تو توی قفسی. بفرمایید. وقت شما بخیر آقای بهاری. زنده باشید. بفرمایید. خسته نباشید آقای بهاری. این هموطن قبلی قبل از این خانم اومدن صحبت کردن، گفتن جامعه ما اسلامیه و باید حجاب رعایت کرد. اگه دختر شما اگه بخواد با لباس مبتذل بره بیرون، شما چه اکثر عملی دارین؟ ببینین هموطن عزیز، میدونم شما یه فرد متعصبی هستین و خب میخواین قوانین اسلام، حکومت اسلامی و قوانین اسلامی رعایت بشه. بسیار خوب، ما احترام میذاریم تمام قوانین اسلامی، ولی تو اسلام میگه لا اکراه فی الدین، میگه در اسلام زور نیست، تعرض نیست، کتک نیست، شمشیر نیست. اینو برو بخون کتاب رو، حتی گوش نده به حرفای آخوندا، فتوا میگن. انسان آزاد اومده، آزادم از دنیا میره. انسان آزاد این نیست که با مایو یا بیکینه بره تو خیابون بگرده. هیچ فرهنگ اینو قبول نمیکنه. حتی در کشورهای اروپایی یک زنی اگه بخواد با یه مایو بیاد تو خیابون بگرده مردم نگاهش میکنن. قانون چیزی بهش نمیگه، ولی مردم بهش نگاه میکنن با نگاههای زشت. اون خجالت میکشه، نمیکنه این کارو. اون بیکینه رو در اون مایو رو در یه جای مناسب بپوشه، کنار دریا آزاد میخواد بره خرید کنه. بنابراین ما در جامعه ما درست اسلام، ولی زور نباید باشه، کتک نباید باشه، نهی از منکر نباید بره بالای یک زن بگید چرا روسری که زره پایینه. این زوره. شما در کجای قرآن اومده این مسئله؟ کجای قرآن اومده که بگیرم زن و اسید بخوشن چرا روسری پایینه؟ این گناه اینها، اعمالی که این رژیم انجام میده به وسیله شماها، اعمال به وسیله نوکرانش، مزدورانش، بلاهایی که سر زنها تو مملکت ما اومده. چه بلاهایی اومده؟ یکم خلاصه کنید. ممنونم. نگونبخت اسید پاشیده روش، چند بار زیر عمل رفته، چرا گناه اون چی بوده؟ تمام چیز رعایت میکرده، حالا یه ذره رو سرش پایین بوده. آخه این که نشد که این شد زور. این زور از کجا اومد؟ از دین نیومده.
این دین شما تصمیم کردیم به این ملت در دین خلاصه کنید خواهش میکنم. شمشیر میکشه به روی دشمن به حقوقش تجاوز شده حمله شده به کشور اون زمان فتوا میدن بریم مقابله کنیم. دوست عزیزم لطفا خلاصه کنید به رژیم چه تعرضی شده. ممنونم عزیز. من چند بار خدمتتون گفتم که خلاصه کنید به خاطر اینکه دوستانی پشت خطن و واقعا شارژشون تموم میشه. من شخصا با نکاتی که گفتید موافق نیستم به این دلیل که بالا بذارید این شماره رو بشنویم. عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید. الو سلام آقای بهاری، شما بخیر، خسته نباشید. آقای بهاری میخواستم راجع به موضوعتون صحبت کنم، ضد زن و ضد شادی. مثلا یه آقای قبلی تلفن زد گفتش که نمیدونه اگه همسایه شما اینجی باشه اونجی باشه شما چه چیزی نشون میدید. مثلا بگم زن به معنی این نیست که حجابت کامل باشه یا حجاب ناقص داشته باشی، نه. خب من به عنوان یه زن دارم میگم من زن آزادی بیان میخوام، میخوام مشکلم رو بیان کنم، میخوام بگم چه مشکلی داریم در این جامعه کنونی که ما هستیم. ولی متاسفانه بعضی یا درک شعورشان پایین کرده یا اصلا درکی ندارم، فکر میکنم مثلا زن باید یه لخت بره بیرون و اینا بد حجابی یا اصلا خوبی نیست اصلا انسانی. نه، من اینا رو ملاک میدانم. ملاک اینه که زن باید آزاد باشه. از چه نظر آزاد باشه؟ از نظر فکری آزاد باشه، بتونه بیان کنه، خواستش رو بگه. خب مثلا ما زنها متاسفانه در ایران زن رو عروسک قرار دادن، عروسک دست مرد قرار دادن، کلمه سیغه رو گذاشتن، هر مردی بخواد 10 تا زن میتونه بگیره. این یه توهین خیلی بزرگه به من زن. خب من زن وقتی که میرم بیرون دوستم آزاد باشن، نه آزاد فسادان، دوستم آزاد باشن، میبینم 10 تا مرد به یه چشم لذت به من نگاه میکنن. خب اصلا منو خوار میبینن، احساس نمیکنم مثلا یه انسان هستم مثل خودشان. ولی از نظر شاید بگم جنسی با هم دیگه فرق داریم. به اون اول میخواستم بگم اگه تاریخ بخونه، اگه سواد داره، فرمانده قبلا ما، حالا من اینجا هخامنش بوده، ساسانی بوده، کی بوده، یه زن بوده، یه زن فرمانده یه سپاه رو به عهده داشته. خب میخواستم بگم اگه این آخونا نمیدنم که زن باید نمیدنم سکوت بکنه، حالا شما بگین در مجلس کدام زن حق دفاع بکنه از حقوق زن؟ نیست واقعا. خب مثلا در ایران حق نمیدن که یه زن تصمیم بگیره، یه زن رای جمهور بشه، یه زن وزیر بشه، اصلا امکان نداره، محدودیت برای زن قائل میشن. اصلا من میخوام بگم در کجای اسلام، حالا من کار به اسلام ندارم، خب کجا گفته زن باید خودش بر خودش تصمیم نگیره، دیگران باید باش تصمیم میگیرن، پدر و مادر باش تصمیم میگیرن. شاید من خوشم از یکی آمد، خب من خودم میتونم تصمیم بگیرم، پدرم میتونه، مادرم میتونه تصمیم بگیرم، چون خواستهامو نمیتونه اجرا بکنه، من خواسته خودمو میتونم اجرا بکنم. آقای باهایی دیگه مزاحم نمیشم، میدونم خیلی خوشحالم و شب شما زنده باشید عزیزم. ببینید خب نکته اصلی اینجاست، شما یه رابطه انسانی، رابطه انسانی زنون مردونه نیست، انسانیه. میگی من میخوام به عنوان یک زن آزاد باشم، به خاطر اینکه شما خودت رو یه انسان میبینی، با کمتر از کسی نمیبینی، میگی من میخوام خودم تصمیم بگیرم. ولی یه چیزایی رو ذهن شما سنگینی میکنه، میگی والا من با زن کار، با اسلام کار ندارم. نه ما کار داریم، نمیشه من چجوری ول کنم. اون میاد میگه زنان کشزار مردانند. شما در سراسر کتاب مسلمانان قرآن آیه خطاب به زنان حتی نمیتونی پیدا کنی. میگه محمد برو به مردان بگو زنانشان را فلان، حالا مراقب باشن بزنن فلان کنن. هیچ آیه وجود نداره بگه زن مجاز مرد و یه طوری بزنه که کبود نشه، یعنی آیه وجود داره که بزن. هیچ حدیثی وجود نداره در نهج البلاغه و غیره و ذالک که بگه شما باید تمکین کنی به خواست جنسی مرد حتی اگر بر کوهان شتر سوار باشی. هست؟
همچین چیزی میگه به زنان که نمیشه، میگه تمکین کن. صیغه رو مثال زده، اینا قوانین اسلامی هن عزیزم، اینا قوانین اسلامی هن. تحقیر زن فقط اخلاقی نیست، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادیه. شما مثال زدید، گفتیم مثلا یک زنی فرمانده فلان بوده، نمیدونم حالا بوده یا نبوده، من سراغ اون نمیرم، میگم حالا من نمیدونم دوره هخامنشی این تاریخی که گفته میشه ساسانی فلان چقدر مستنده، چقدر، من چه میدونم، الان دارم نگاه میکنم، میگم من میخوام انسانی زندگی کنم یا نه. اگه انسانی زندگی دیگه زنون مردونه نیست. جانم بفرمید. با خسته نباشید. زنده باشید. ما خواستم بگم اگه مرد با زن چه فرقی داره یا زن با مرد چه فرقی داره. خب فرق اینجا من الان فرقشو میگم. فرق مرد ببین یه نکته دوست عزیز ما آقایی بود که قبل از این خانم زنگ زد، من گفتم که با نکات شما موافق نیستم. نه الان تلفن دیگه هست. جانم بفرمید. الو بفرمید. میتونم صحبت کنم؟ بله دارید صحبت میکنید، خیلی خوش اومدید، بفرمید. مرد برکومنی ای بابا. حالا شما ببین جوش آوردن اینه، حالا باید بیاد بگه مثلا مرگ بر فلان، مرگ بر این. آقا جون مرگ بر فقر چرا نمیگی؟ مرگ بر نابرابری چرا نمیگی؟ مرگ بر فساد چرا نمیگی؟ مرگ بر خط فقر چرا نمیگی؟ به خاطر اینکه احداثش کردی، درستش کردی، مهندسیش داری میکنی. بعد الان میبینی جامعه متوجهه و نتونستی فریبش بدی، جوش آوردی. جامعه متوجه شما صحبت این خانم رو گوش کن. تازه داره اون خانم داره هنوز خودش رو سانسور میکنه، ولی چقدر تیزه حرفاش. من گفتم با صحبتمون دوستمون موافق نیستم به چند دلیل. بخشیشو گفتم، گفتن ایشون گفت اسلام میگه دینه نمیدونم رحمتم فلانه، ولی اینجوری نیست. اصلا این چیزیه که ساخته و پرداخته است. بعدش هم اسلام دوتا تاریخ داره، یه تاریخ وقتی که قدرت نداره و یه تاریخ وقتی که قدرت داره. شما یه سند رو از دوره ای میاری که داره مردم رو دعوت میکنه بیاد به من بپیوندید، مثل انتخابات. هر چی میگی میگه تو درست میگی، اما منو انتخاب کن. ولی وقتی من انتخاب شدم تو رو میزنم. میگه گفتن لا اکراه فی الدین، پس چرا میگه کافران رو بکشید، بسوزونید، پوستشو بکن. اگر کسی در مقابل شما ایستاد، رفع فتنه یعنی هر که دین رو قبول نداشت، تازه من نمیدونم کدوم فرقش، تا از بین بردن فتنه در روی زمین من تا کجا بیام؟ خیلی به نظرم باید واقعی تر نگاه کرد. بشر متمدن امروز به مذهب احتیاج نداره، به روابط انسانی احتیاج داره، به مذهبی احتیاج نداره که بیاد بگه زن نصف مرد. این خانم خیلی مثال قشنگ زد، گفت من اجازه سفرم من باید از مرد بگیرم دیگه. خب قوانین اسلامی عزیزم، قوانین از جای دیگه نیاوردن که. میگه اجازه زن با مرد تموم شد، زن جز مایملک مرد محسوب میشه، از خودش که در نمیاره. اینه. مگه شما ندیدین اون آیت الله که عضو کمیته مرگ جمهوری اسلامی بود میاد چی میگه؟ میگه مقدار دیه زن و مرد و فلان با زن شطور است. خب من این از کجا آوردم؟ میگه من در نیاوردم که، اون آیه و حدیث داره میگه با شطور، میزان حق با شطور. شما میخوای بپذیری؟ من چی دفاع میکنی؟ شما میخوای بگی یه اسلام اصلاح شده هست؟ من میگم آقا جون مثل این که شما بگی یه نظام بردهداری اصلاح شده هست. من میگم خب چرا میخوای نظام بردهداری رو اصلاح کنی؟ خب برو نظام بردهداری رو وردار. بفرمید. بعد سلام و عصر بخیر، شب سیامکه. جانم بفرمید عزیز. میخواستم بگم بحث خیلی خوبی شد، خانم‌ها به خصوص
خانمی که از مسائل زنها دفاع کردن در واقع به اون مرکزیت این بحث به اصاره بحث رو پیش کشیدن و عرض تشکر از اون خانم که مثلا بر سر چادر و حجاب اینا نیست. به این خاطر من کنم از یه جنبه دیگه این قضیه رو بهش اشاره کنم. این هم اینه که دوستی اومد گفت که خب فرض کنید من شیعه نیستم و بعد از شما هم خواست که ببینید به دخترتون اجازه میدین و فلان و از این مسائل حرف زد. من میگم خب شما فرض کنید که شما تو ایران متولد نشدین، فرض کنید تو آمریکا متولد شدین، بازم شیعه بودین، بازم مسلمان بودین. اگه تو هندوستان متولد شده بودی بازم به اصطلاح مسلمان بودی، اگه تو مثلا نروژ متولد شده بودی بازم مسلمان بودی. طبیعتاً که نه، این خودش اثبات میکنه هر کسی در هر کشوری که متولد شده و اونجا یک مذهبی حاکمه از طریق پدر مادرش این مذهب رو به ارث میبره. همین یک کلمه کافیه به این که کسی که یک ذره میتونه تفکر داشته باشه بفهمه که این مذهب از شانس خوب یا از شانس بد، من تو ایران متولد شدم و اسلام رو به ارث بردم، اونم از نوع شیعش، که بماند که 1 میلیارد مسلمون از موقعی که اومدن میگن تو این فقط 10 سال اخیر در مجموع 250,000 نفر اینا فقط همدیگه رو کشتن. بماند این جنایت، بماند این که اسلام هر جا میگن اگر از من بپرسن که بین دوتا درخت یکیشو انتخاب کن، میوهشو امتحان میکنم، میگم این میوهش بهتره. میوه درخت اسلام هر جا که درخت اسلام هست به غیر از گندکاری، کثافت، فقر، فحشا، بدبختی، مثلا حاکمیت بر روی زن چیزی رو به بار نیاورده. ولی خب همینم ارث بردید، خوب یا بد. اساس اینجاست که شما فکر کنید که خب بابا من اگر از این اسلام میترسم، آیت الله شما هم اشاره که حق داره، چون که اینا وقتی گیر میفتن میگه خدا گفته، تفسیر من که نیست. خانم بیا قرآن رو بررسی کن، بیا مثلا اینو ببین اینجا نوشته. من نمیگم، منو فراموش کن، من وظیفم گفتن اینه. منم میگم که شما خب شما از این دکان، از این صنعت مذهب به خوبی حفاظت میکنید، چون دکان بازارتونه، چون یه صنعت این، چون ازش میلیاردها پول میبرن. واجی تبعتی 776 نمیدونم میلیارد ثروت داره که دیروز فوت کرد. خب این صنعت دیگه، این داره از تو استفاده کنه. ولی تو هم بالاخره عقل داری، بیا بفهم بگو خیلی خب من که آمریکا متولد شده بودم چیز نبود که، من که مسلمان نبودم، و اگر تو آمریکا متولد شده بودم مسیحی بودم، به همون اندازه شیعه و سنی حاضر بودم به خاطر مسیحیت آدم بکشم. تعصب، تعصب دیگه. مذهبم همشون خصلتشون یکیه، مگه مسیحی ها کم آدم کشتن؟ یکم خلاصه کنید دوستانی پشت خط، ببخشید صحبتتون. خیلی متشکرم، ممنون، خواستم همین مسئله. خیلی ممنونم عزیز، خیلی نکات با اهمیتی هم گفتید. ببینید من میخوام موضوع رو برگردونم، دوباره برگردیم به یه جایی که بودیم. من منتظر همین بحثا بودم و میدونم این بحثا میشه، به خاطر اینکه شما وقتی از آزادی زن و برابری زن و یه حکومت ضد زن صحبت میکنی بس همینجا میره. بفرمید. سلام علیکم، خسته نباشید. زنده باشید، بفرمید. خدمتتون میخواستم بگم جمهوری اسلامی اصلا ضد همه چیزه. حالا زنا رو که به بازی گرفته، چون زنا تو جامعه ایران یا جامعه جهانی بهترین کاری میتونن برای تربیت خانواده و کنترل خانواده و بعد به هر حال زن و جز کلفتی و نمیدونم کمرشون رو خالی کردن و لذت بردن چیز دیگه معرفی نمیکنه تو جامعه زن و هر دفعه هم که دستش میرسه با کارهای غیر اخلاقی میشه سیده کردن و بعد الان هم قدر بعض خانواده ها خراب شده که من چندین خانواده میشناسم که حتی پدرشون انسان خرج بده دختره رو هی اذیت میکنن که مثلا دختره یکی پیدا کنه بره فکر میکنن پسر سالم گیرشون بره که اینجوریش میکنن. به هر حال ما هم که شادی که نداریم، که شادیمون شده این 1 کیلو گوشت در سال یه وسط بخریم، نمیدونم یه ماکارونی درست کنیم دور هم بخوریم، مثلا شادی ما هست. یعنی دیگه شادی نداریم همش. اصلا اومدم باورتون نمیشه، الان اومدم تو خونه اصلا افتادم انگار که یه چیزی که گوشتم، نه میخوام این ور برم نه اون ور برم، واقعا
ذلت ذلت آور این جمهوری اسلامی. امیدوارم روزی برسه اینا رو بتونیم تیکه تیکه کنیم، اصلا بهمش ببرسه مطلب واسه کره زمین از من برد. فقط آرزوم همینه. ممنونم عزیز. یه تیکی گفتی خیلی غم انگیز راستش. میگه من اومدم خونه مثل یه تکه گوشت افتادم. من بحثم این یکی از اون نکات مهمه که توی صحبت‌های امشب لازم داریم. انقدر خستم، انقدر از صبح، ببخشید کلمه رو ایشون نگفت، من میخوام بگم جون کندم، سگ دو زدم، که وقتی رسیدم خونه برای هیچ چیز دیگه من وقت ندارم، فقط افتادم. من بحث شادی میخوام یه بار دیگه تکرارش کنم که راجبش حرف بزنیم. شادی لبخند و خنده و اینا نیست فقط. شادی یعنی امنیت، شادی یعنی رفاه، شادی یعنی تضمین زندگی، شادی یعنی تأمین، تأمین اجتماعی. من مریض میشم، دکتر هست، دارو هست، درمان، چرا بترسم؟ مدرسه هست، خب بچه هم میره بهترین مدرسه. مهمونه، خب قدمش سر چشم، پولی از جیبی از سفره ای هست. حالا یه دفعه همه اینا رو بردار، سفره خالیه، سه پشتم کار کنم هنوز نمیتونم خرج زندگی رو بدم. من نوناور خانواده‌ام. توی جامعه مدرن معنی نداره نان آور. نان آور یعنی چی؟ همه احاد این جامعه از این جامعه باید سود ببرن و از این جامعه باید نعمات مادی رو بگیرن. نان آوری ما نداریم. این کلمات معنی دارن، یعنی حق و از این من میگیره به اون یکی میده. نان آور یعنی چی؟ من به دنیا اومدم، من یه بچه افت، به قولش خیلی از شما میان میگن افتاد تو خشم، میگم حالا نوزاد، متولد شدم. به من چه مربوطه شما بیکاری با کاری؟ من با عشق به دنیا اومدم، با نفرت؟ من به دنیا اومدم، حقمو میخوام. مگه من میتونم کودکم، مگه میتونم باندرول دستم بگیرم برم تظاهرات کنم؟ من بچه، حق من چی میشه؟ کی باید جواب منو بده؟ همینجوری این سلسله رو بگیر، حالا کودک میشه نوجوان، میشه جوان، میشه میانسال، همینجوری ادامه پیدا کن. بی حقوق، بی تأمین. و مذهب میاد این بی تأمینی و بی حقوقی رو تئوریزه میکنه، میکنه شرعی، یا به قول اون دوست عزیز ما خیلی حرف خوبی زد، میکنهش حلال و حرام. خیلی نکته قشنگی گفت، میکنهش حلال و حرام و میذاره جلو دست شما، رو قانع کرده که حرام خدا گفته. خب گفت که گفت، من نمیدونم کدوم خدا گفته. چرا یه خدایی میگه گوشت گاو حرامه، یه خدای دیگه میگه گوشت گاو حلاله؟ من نمیدونم این چه انواع خداها است. یکی میگه گوشت خوک نجس است، یه خدای دیگه اومده میگه گوشت خوک خیلی هم لذیذ است. یه خدایی اومده میگه شراب حرامه، شرب نمیدونم کلمش درست میگم یا نه، شرب خمر یا خمر نمیدونم، یه دفعه تو ذهنم اومده، من معنیش هم واقعا نمیدونم، یعنی خوردن شراب فکر کنم حرام است. اون یکی میگه که نه شراب خیلی هم خوبه. یه خدایی دیگه، من چرا خودم رو دست این خداها باید بدم؟ به چه مناسبت؟ مگه عقل ندارم خودم؟ چرا این خداها راجب آزادی من لام تا کام حرف نمیزنن؟ چرا راجب این که من باید یه زندگی برابر داشته باشم و تبعیض‌آمیز نباشه زندگیم، چرا لالمونی گرفتن همشون؟ چرا بین ما به عنوان زن و مرد اینقدر دیوار میکشن؟ این چه منفعتی این خداها دارن؟ برای چیه؟ خب من میخوام از موضوع شادی که صحبت کردیم، از موضوع ضد زن بودن که صحبت کردیم، به یه جایی برسیم. تبعیض شادی رو از بین میبره، نابرابری شادی رو از بین میبره. شما نمیتونی خودتو تحقیر شده احساس کنی و شاد باشی، ممکن نیست، ممکن نیست. نابرابری تحقیرآمیزه. این فقط لازم نیست دوری بردهداری رو بیارن، دوری بردهداری مدرن هست الان،
بالای شهر و پایین شهر رو نگاه کن، تحقیرآمیز نیست؟ امروز یه عکس دیدم از گمرک خرمشهر، یه فردی یه اتومبیل فراری نمه مدل فلان وارد کرده، قیمت 68 میلیارد تومان. یکی دیگه آه نداره با ناله صدا کن، بعد میگه شاد باش. من شاد چی؟ مگه به سرم بزنه؟ کجا شاد باشم؟ من میخوام برگردم به صحبت اولمون، شادی حق منه و اگه قرار من شاد باشم تبعیض و نابرابری نباید باشه. اگه قرار من شاد باشم که باید باشم و حقمه و حق جامعه است و حق آحاد جامعه است، هر کس که در این جامعه هست، اینه که وردارین دیوارو، وردارین نابرابری رو. چرا من خودم انقدر تأخیر شده ببینم؟ اون اومده اون یکی با شمشیر اسلام میاد، اون یکی با شمشیر مسیحیت میاد، اون یکی با شمشیر مردسالاری میاد، اون یکی با شمشیر نهادینه کردن و شرعی کردن نابرابری میاد. میگه به هر کی خدا لایق ببینه بهش میده ثروت. دعام که میخونه تو این دعاها شما میبینی خدایا سلامتی به ما بده. سلامتی و پزشک به شما میده. سلامتی بده چون نمیتونی بری پزشک. اگر میرفتی پیش پزشک و میتونستی داروتو تهیه کنی به کسی نمیگفتی به ما سلامتی بده، چون میدونی سلامتی یعنی پزشک و دارو و درمان و استراحت و معالجه، چون میدونی شفایی در کار نیست، شفا دارو است. و حالا شما مریض شدی، بیمار شدی و این بیماری زندگی تو داغون کرده، چون نمیتونی، وضعیت مالی تو احتیاج اجازه بهت نمیده که خودتو درمان کنی، بچه تو درمان کنی، همسرت، خانوادت، نمیتونی. شما شاد نیستی، افسرده میشی. میگه نخند، افسرده میشی. میگه بیکاری میلیونیه. یه آمار جمهوری اسلامی ده. اتفاقا این خوب شد یادم اومد. یادتون میاد راجع به سبد قضایی با هم یه وقت صحبت میکردیم که سیار روسفید وزیر تعاون و نمیدونم رفاه و فلان، همین پاسدار عباد مشهور علی ربی، میگه که 12 میلیون نفر به سبد قضایی احتیاج داره. همین وزارتخونه دیروز، پریروز، روز امروز شنبه است، روز پنجشنبه، اعلام میکنه که 10 میلیون نفر در ایران با یارانه میتونن زندگی کنن، یعنی با ماهی 45,000 تومان. ماهی 45,000 تومان، 10 میلیون. بفرما شادی بیار تو زندگی 10 میلیون. چه شادی کجا بیارم؟ 18 میلیون حاشیه نشین، 10 میلیون بیکار، میلیون ها زن اصلا حذفش کرده از تو جامعه. بارها همین جمله رو که الان میخوام تکرار کنم و با تأکید میخوام تکرار کنم از من شنیدی، عبارتی به نام زنان خانه‌دار. خانه‌داری چیه؟ شغله؟ وظیفه است؟ چیه؟ زن خانه‌دار چیه؟ توی کشور مدرن امروزی این شغل محسوب میشه و حقوق ماهیانه باید داشته باشه و ساعت کار داره. میگه ایشون تو خونه داره کار میکنه، کار میکنه. میگه مرخصیت کو، ساعت کارت کو، زمان استراحتت کو، شدت کار، چه چیزی رو نباید بلند کنی، چه چیزی رو باید بلند کنی، این سنگینه، اون گرمه، این سرده، این خطر داره. محیط کار خونه است، کار خونه است. ولی زن خانه دار کیه؟ من میگم هیچ تعریف نداره. صاحبکار کیه؟ معلوم صاحبکارش کیه. ایام مرخصی زن خانه‌دار کیه؟ معلوم. ساعت کارش کی شروع میشه؟ کی تموم میشه؟ ساعت استراحتش کیه؟ درآمدش چقدره؟ اضافه دستمزدش چجوری میشه؟ اگه اضافه کاری کرد کی اضافه کاری رو میپردازه؟ کار عزیز من، کار. من دلیل داره میگم شادی. اون وقت شما نمیتونی شادی بیاری، چون یه کسی خودش رو تحقیر شده میبینه. یه مثال اون خانم زد، گفتش که وقتی به من به عنوان یک موجود جنسی
نگاه میکنه من حالم بد میشه. راست میگه، راست میگه. اون وقت شما خودتو آلت دست میبینی و این احساس نمیذاره تو شاد باشی، چون تأمین نیست، چون تأمین اجتماعی نداری. شادی لبخند نیست، شادی عبارت نیست، شادی کلمه نیست. بفرمید. الو. بفرمید. آقای بهاری سلام علیکم. سلام از من هست، بفرمید. حال شما خوب آقا؟ آقا این صحبتی که الان کردی با 45,000. الو. جانم صدای شما هست، ادامه بدید عزیزم. بله. شما صحبت کردین 45,000 تومان، درست فرمودین. با 45,000 تومان آخه آدم چطوری باید شاد باشه؟ چطوری باید زندگی کنه؟ یه جو کفش ملی زمان شاه چقدر؟ 120,000 تومان. متوجه هستی؟ بله. خب ما چطوری باید شاد باشیم؟ چطوری باید واقعا جشن بگیریم؟ چطوری باید خوشحالی بکنیم؟ خدای نکرده یک سرماخوردگی کوچیک زندگی ها فلج میکنه. فلج یعنی هیچ با چهار خطه درآمد کم چطوری باید شاد باشیم؟ شب عیدم شب عید ما حتی به بابا گفتیم، ما لختیم حتی به بابا گفتیم. خیر از اینه سایر چیزهای دیگه هیچی. وقتی که میای تو خیابون یا تو اتوبوس اصلا همه مردم انگار مردن، همه مردم خدا شاید انگار مردن، یکی یه ریش گذاشتن و با یه قیافه‌های کثیف، واقعا کثیف، اصلا قمگین، اصلا نمیشه باشون حرف بزنی. من سنم تقریبا 50 سال سن دارم. وقتی که وارد اتوبوس میشم اصلا یه آدم های برخوردهای خیلی خیلی بد. چرا باید مردم اینطوری باشن؟ چرا باید اون مهر محبت نباشه؟ چرا باید اون احترام نباشه؟ هیچ. به خاطر همینه، به خاطر همینه که مردم آخه این به قول همون مارمونه که کی اسمش تو دوشت بود میگو شادی برای مردم حلامت حلامت. چرا حلامت؟ برای خودشون حرام نیست؟ معذرت بخوام. ممنونم خدا. زنده باشی عزیزم. ممنونم. خب نکته همین جاست به نظرم. شما نکته برنامه رو کاملا گرفتی و نکتت خیلی دقیقه. چطوری شاد باشم با مای 45,000 تومان؟ نکته همین جاست. ماجرا سر بزن و بکوب نیست، تازه اون حق مردمه و باید باشه. چه کشورهایی در دنیا شادن؟ یه آمار هست براتون گفتم. در 183 کشور مؤسسه گالوب، مؤسسه تحقیقی بسیار معتبری هم هست، میگه ایران در رده دومین کشور غمگین جهانه. اول عراق، بعد ایران، بلا فاصله بعدن سوریه و لبنان. با هر معیاری که مؤسسه گالوب رفته اندازه گرفته، من میخوام همون معیار به صورت واقعی بیارم. میگه چه کشورهایی در دنیا شادترین کشورهای دنیا. الان من براتون اسم میبرم، وقتی اسمشون رو شنیدی شما میدونی این معنیش رفاهه. دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، اتریش، استرالیا، کانادا. این چیه برای شما تداعی میکنه؟ میگه اینا کشورهای پیشرفته این، اینا کشورهای مترقی این، اینا رفاه تو کشورشونه، شادن. غیر از اینه؟ بفرمید. الو. بفرمید جانم. الو سلام. سلام از من است، بفرمید. من از ایران خواهد میگیرم. جمهوری اسلامی ضد شادی، ضد زن، همیشه حقوق زن رو پایمال کردن، همیشه شادی مردم رو قطع کردن، همیشه جمهوری اسلامی این اعضا یعنی بدبختی، یعنی بیچاری، یعنی طلاق به اعتیاد، فرق شدایی، هرچی بگی کم گفتی. نه فقط ضد زن، نه فقط ضد شادیه،
اصلا زد مفهوم زد کار چه پیشرفته واقعا دلشون پره. الو جانم صدای شما هست عزیزم، خیلی هم خوب داره پخش میشه، ادامه بدید. بله واقعا هرچی بگی کم گفتی، هرچی الان در تلویز مردم میدونن صبح تا غروب زمت میگیشن کهان میکنن تلاش میکنن، اما بارها و بارها و بارها شده که من از دوستان ها از دیگان خودم شدیدم که صبح تا غروب تلاش میکنیم کار میکنیم اما هیچ جا نمیرسونیم، هیچ حقوق هیچ کس به هیچ جا نمیرسونه. نه فقط ضد زن و ضد شادیه، اصلا ضد همبستگی مردم و جدایی انداختن تو مردم. ما موندیم اصلا چی کار کنیم از دست این جمهوری اسلامی؟ ایشالله خدا ریشهشون رو ببین، ریشه اینا رو ما باید بکنیم. بالاخره این حکومت به خود خدا وصله، خودش میگه دیگه، ما ایم که باید این ریشه رو بکنیم، ما ایم که باید شادی رو برگردونیم به زندگیمون، به روابط اجتماعیمون، به زندگی خانوادگیمون. مثالی قشنگی زدی، شما شادی میره توی جامعه تبدیل به قوانین میشه، تبدیل به سلسله ای از مناسبات میشه، کلمه نیست فقط. بفرمید. علی سلام جانم. بفرمید. سیامک باری، حال شما خوبه؟ زنده باشید. بفرمید. ببخشید خواستم یه سوال از شما داشتم. جمهوری اسلامی ضد زن ضد شادی، منظور از حرفا چیه؟ بله خب دوست عزیزم، تا فکر کنم الان ما یه 20 دقیقه به پایان برنامه داریم، یعنی یه ساعت و نزدیک به دو ساعت ما راجع به همین منظور صحبت میکنیم. منظور اینه که جمهوری اسلامی یک حکومته که حقوق زنا رو پایمال میکنه، در نتیجه ضد زنه. جمهوری اسلامی، بله قطع شد صداشون، بله. جمهوری اسلامی یه حکومتیه که با نهادینه کردن تبعیض و نابرابری شادی رو از زندگی مردم میبره، غم و اندوه رو میاره، به این سادگی. بفرمید. با درود خدمت شما آقای سیامک بهاری، من آرش هستم از اسپانیا تماس میگیرم در رابطه با این رژیم حاکم در ایران. ببینید اساسا رژیم نه تنها ضد زنه بلکه ضد بشره، یعنی با همه انسان‌های روی کره زمین مخالفه و در واقع برای باقی موندن در قدرت این سیاست رو داره که زنها رو تحقیر کنه، آزادیشون ازشون بگیره و این باعث میشه که بتونه ادامه حیات داشته باشه. و چرا ضد شادیه؟ خب وقتی کسانی که شاد باشن معمولا ذهنشون هم بهتر کار میکنه، وقتی شاد باشن فعال میشه ذهن، وقتی فعال شد موقع مذهب و دین رو زیر سوال میبره، بعد خب اینا تمام هستیشون از دست میدن، این آخوندها و کسانی که اسلام و ادیان دیگر رو در واقع سعی میکنن به مردم، به خود مردم بدن. و اساسا اگر که شما کتاب تورات، انجیل و قرآن رو خونده باشید، یک سری داستان‌های مسخره هستش که چطور زن به خدا از دنده چپ مرد دوشی برد و مسائل دیگه که اساسا با، یعنی برای اون دوره شاید آدم ها باور میکردن 3500 سال پیش بوده مال دین یهودی ها بوده یا مثلا برای اسلام. و اینها رو تعجب من بیشتر از اینه که چرا خانوم ها، چرا زن ها این ادیان رو قبول میکنن؟ چون این ادیان برای مرد هایی که در واقع میخوان قدرت داشته باشن، سرکوب کنن دیگران رو، میخوان دنبال منافع شخصی خودشون باشن، سوء استفاده جنسی بکنن از زن ها، این ادیان برای مرد ها بهترین قوانینه، یعنی برای اون مرد هایی که میخوان سوء استفاده کنن. ولی برای زنها من نمیدونم چرا زنها زیر بار این ادیان میرن، یعنی باید بیشترین مخالفت رو از طرف زنها وجود داشته باشه. البته هستن زنهای زیادی که مخالف این ادیان هستن. و نکته بعدی هم اینه که ببینید همه جا درسته که وضع اقتصادی توی ایران خوب به شدت وضع مردم خرابه، ولی مهمتر از وضع اقتصادی آزادیه. برای اینکه خب منم تو کشورهای مختلف بودم رفتم، در سوئد وضع اقتصادیشون از اسپانیایی‌ها دو برابر بهتره حداقل،
سویدیا از اسپانیا دو برابر وضعیت خیلی بهتری داره، ولی اسپانیایی ها شادتر هستن. حالا این شاید به دلیل آب و هواش باشه، ولی مردم اسپانیا از ایرانی ها بسیار شادترن، حتی اونایی چون که وضع خیلی خوبی نداشته باشن، بالاخره یه حقوق سوسیال یه چیز دارن، ولی اونهایشون هم که مثلا کمترین درآمد رو داشته باشن مردم شادی هستن، به دلیل اینکه آزاد هستن. دختر و پسر دست همدیگه رو میگیرن میان کنار ساحل، یه نونم میخرن، یه بگت و یه پنیرم خریدن، میان با یه شیشه شراب، قیمتی هم نداره، میشستن دارن شراب و نون پنیرشون رو میخورن و بعدم میرن تو دریا شنا میکنن، تفریحشون رو دارن، میرن تو دیسکو و بار و گردش و تفریحشون دارن. اونایی هست که حتی وضع مالی خوبی ندارن، خب توی پارکی میشستن، یه دستگاه موزیک ضبط صوت گذاشتن، موزیک گذاشتن، میزنن میرفتن، کسی هم کار نداره، پلیس هم که رد میشن اونا شاید یه غیری میدن رد میشن میرن. ولی توی ایران به دلیلی که آزادی وجود نداره، مسئله اصلی مردم ایران آزادی، اگه آزادی هر جا وجود داشته باشه انسان ها منافع اقتصادی خودشون رو میتونن به دست بیارن، میتونن تشکیلات داشته باشن، احزاب نیروهای سیاسی میتونن وجود داشته باشن، کارگرا میتونن اصناف خودشون داشته باشن و در واقع میتونن از منافع خودشون دفاع کنن. این نکته من میخواستم بگم که در واقع آزادی بخش پایه اساسی اینه که چطوری هم زنها هم مردها میتونن زندگی بهتری داشته باشن. وقتتون رو زیاد گرفتم، با تشکر از وقتی که دستیار من. زنده باشید، ممنون که شما هم وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید، تماس گرفتید. خیلی نکته جالبی گفتید. یک شرط شاد بودن آزادیه. خیلی جالبه. خب امشب بفرم. آقای بهاری ببخشید من جانم بفرمایید. استدعا میکنم. صحبت شما در خصوص کشورهای شاد کردین، اسم اسامی کشورها رو بردین. خب مشخص این کشورها شاخصهای فرق ندارن تو جامعه، برای همین کشورهای شادی هستن. چون مسئله بیکار به اون شدت ندارن، مسئله مردمش مشکل بیمه ندارن، احتیاج فحشا ندارن و این مسائله. و یه مورد دیگه در ادامه صحبت‌های شما به این کشور سازمان شفافیت بین‌المللی که وابسته به سازمان ملله، اینها کارشناسان جامعه شناسانی دارن، میفرستن تو کشورها بررسی میکنن، تحقیق میکنن، آماری تهیه میکنن، میارن در اختیار سازمان ملل میذارن، اون کشورهای فاسد رو اعلام میکنن. یک سازمان شفافیت بین‌المللی اخیراً اعلام کرد یکی از فاسدترین رژیم‌های روی این کره خاکی جمهوری اسلامیه. در تمام نهادهاش، در نهادهای دولتیش، در بیت رهبریشون، در وزارتخونه‌هاشون، در تمام نهادها. و رژیمی که اینقدر فاسده، مردم چجوری بهش اعتماد کنن؟ چرا این ملت ما سکوت کردن؟ به رژیم جنایتکارش اجازه میده که ترمیمشیشون رو تعیین کنه، انتخابات رو مهندسی کنه. خیلی متشکرم. من زنده باشید عزیز، ممنونم. خب خیلی نکته مهمیه این. فساد باعث میشه شادی از زندگی بره، چون فساد حاصل تبعیض و نابرابریه. خود فساد معنیش هم اختلاس، چون شما نابرابری ایجاد میکنی. اختلاس یعنی همین، یعنی حق مردم رو بالا میکشی. خب شادی نمیمونه. نابرابری، عدم آزادی، عدم تأمین اجتماعی شادی را زندگی میبره بیرون. دوست عزیز ما که گفتن از اسپانیا تماس میگیرن، یه نکته ای گفت، من میخوام تأکیداتی بذارم رو اون، و اون آزادیه. جایی که آزادی هست و من میخوام آزادانه چیزی رو انتخاب کنم، آزادانه زندگی کنم، خب افراد آزادانه نمیرن غم و اندوه رو انتخاب کنن، نمی کنن. شما یه بچه رو بذار، غم و اندوه هم بذار، گریه و ناله رو هم بذار، بازی و شادی و خنده رو هم بذار، بچه است سرخ کدومش میره؟ میره اسباب بازیشو برد میداره. اگه اسباب بازی نشاط بیشتری توش ایجاد میکنه اونو دوست داره، اگه عروسک داره که عروسک میخنده اونو دوست داره. ذهن انسان اینه، ذهن انسان مطلقاً با غم، اندوه و حسرت بیگانه است و به همین خاطر آسیب میبینه، به همین خاطر دچار افسردگی میشه.
دیپرشن میگه. خسته نباشی. زنده باشید عزیز. زنده باشی عزیز. بفرمایید. والله این جمهوری اسلامی ضد زن، ضد شادی، ضد انسانیت است. این رژیم آخودی کثیف خمینی تا روی کار باشه، ما همین شادی کجا بود؟ من خودم چند سال عمر میکنم توی زندگی من شادی ندیدم توی این مملکت جمهوری اسلامی. شادی کجا بود؟ با خدا من خودم بیکارم، گوشه‌گیر خونه نشستم، افسردگی گرفتیم، نه کاری نه زندگی. شادی کجا بود؟ این آخوندهای کثیف، مذهب کثیف، خمینی کثیف، تا این آخوندهای کثیف روی کار باشن ما همین بدبختیم. ما باید ملت ایران با هم متحد شیم، دست در دست هم دهیم، این آخوندهای کثیف از این مملکت بیرون کنیم. تنها راه چاره ما این صندوقونی آخونداست. بعد ما را بدبخت کردن، مملکت را به فساد کشیدن. اینا دزدن، غارتگرن، فاسدن، فسادن. اینا شادی کجا بود؟ شادی برای آخونداست، شادی برای اوناست. شادی زد زن هست، زد شادی هست، زد همه چیز هست. اینا ما را بیچاره کردن آخوندهای کثیف خمینی. کثیف آمد توی این مملکت ما را بیچاره کردن این آخونده. تا باید ما باید با هم متحشیم، در دست هم دهیم این حکومت مذهبی کثیف خمینی نابود کنیم. تنها راه چاره ما اینه. تنها راه چاره ما همه با هم متحشیم، در دست هم دهیم، بریزیم خیابان، بریزیم خیابان مرگ بر آخوندهای کثیف جلال، آدم کش خمینی، دزدان، غارتگران، نه بد با نه همه چیز پولی شده که ایمان بکن. من خودم دیو رفتم دکتر، $300 من خد دکترم کردم برای کلی مراحل کلی دارم، این نتیجه من گرفتم دوباره برگشتم تو خونه با بدبختی. شادی کجا بود؟ الان دم عیده، شادی چی؟ مردم بیچاره کردن. ما باید با هم متحد، مردم ایران، مردم ایران در دست هم داریم، به حزب کمونیست کارگری بپیوندیم. تنها حزبی که میخواد ما را دست آخوندهای کثیف رها کنه همین کمونیست ها هستن. از کمونیست ها باید دفاع کنیم، حمایت کنیم. تا کی؟ تا کی ما عمل بدنیم؟ بردیم خیابون با هم متحد شیم. ما همه برادریم، با هم برادریم. انسان، ما همه انسانیم، زندگی انسانی میخواییم. مرگ بر رژیم جلاد و عدم کجا خمینی، مرگ بر رژیم جلاد و عدم کجا خمینی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رفسنجانی. ممنونم عزیز. ببین الان بحث ما یه زاویه های درستی پیدا کرد. اولا یه حکومتی هست که شادی رو از مردم میگیره، نمونه هاش هم دیدید. بفرمید. الو سلام، من خسته نباشید میگم بهتون و به هر حال خیلی تایید میکنم حرفای هموطن قبلمو که الان صحبت کرد و به همه اینا مرگ فرستاد، چون واقعا لیاقت اینا همینه. بعد اینا من فکر کنم به خاطر این میخوان شادی رو از ما بگیرن و با زن مخالفن، چون زن خودش مایه شادی و آرامش و اینکه خیلی و ایجاد مثلا خیلی راحتی بین مردم هستش که اینا شادی رو از ما میگیرن، چون به هر حال اگه بخوان یه جای درست کنن دنسینگ باشه نمیتونن. الو؟ بله صداتون هست خانم، بفرمایید. صدا میاد دارم. بله. و اینا میبینن که خب مردم اگه غمگین باشن و پر از ناراحتی باشن و به نفعشونه، نمیخوام مردم شاد باشن، مجبورن یک جای درست کنن مردم اونجا برن برقصن شاد باشن، یه جایی برای بچه های ما درست کنن که اونجا شادی بهشون بدن، خواسته های مردم رو خیلی باید برآورده بکنن. پس میگن شما اصلا ساکت باشید، جایی هم نمیخواد شادی کنید، فقط ما اینجا بیاید روزه بخونید، بعد سینه زنی کنید برای امام حسین که میشه اینجور حرفای پرت و پلا. من فکر کنم اینا رو اصلا اینا همه دکون بازارشونه، شادی هم برای همین میخوان از مردم بگیرن که رو مردم رو دیگه امکانات اونجوری دیگه نباید تهیه کنن. مردم خودشون شروع میکنن به اینکه تا غم و غصه دارن، خب به چسب خدا قسمتت بوده، سرنوشتت بوده، بزن تو سر کله خودت، همینه که هست، ما باید بمونیم، شاه بد بود. ولی خودشون که مردم سال 88 بلند شدن به ما گفتن فتنه گر. آخه بی شرفا، پس زمان شاه هم تو فتنه کردی، تو سینما رو اکس آتیش زدی، شما شادی مردم رو گرفتید. ولی اون زمان شاه، من فیلم های زمان شاه رو میبینم، مردم همه شاد بودن. الان اصلا مردم به قول این آقا خوب هستی زاد میریم بیرون، همه غم و غصه دارن، همه گرفتارن. کم خلاصه کنین، آخر برنامه است و دوستانی پشت خط. افسرده میشید شدید. الان همه خودکشی میکنن. سه تا خواهر 42 بله دقیقاً بله. خودکشی کرد.
دست به دست هم. ممنونم، اتفاقا خیلی نکته خوبی گفته، راستش من فراموش کرده بودم. میخواستم راجع به اون سه تا خواهری که شیر گازو باز کردن خودکشی کردن صحبت کنم که ایشون اشاره کرد و کار خوبی هم کردین. من یه بار دیگه میخوام تاکید کنم، بفرم. الو بفرم. خسته نباشید آقای بهاری. زنده باشید جانم. بفرم. یعنی آقای بهاری ما یه مثالی داریم، ایرانی ها میگن کجا میگن با من یه آبری عزیزم بفرمید صحبت کنین، من حرفی نزدم اصلا. یعنی ایرانی ها یه مثال دارم، میگن آقا کجا خوشی چه خوشی، میگه زمانی که دلم خوشه، جایی که دل خوشه. اگر جایی زمانی که دل آدم خوش باشه انسان خوشه، حالا هر جا میخواد باشه. حالا منظور که مثلا هر جایی تو وطن که بهتره، منظورم اینه که مردم باید همه خوش باشن تا انسان خوش باشه. حالا یکی هم میبینید که خودش خوشه و این نگاه میکنه میبینید دور و بریاش ناخوشن، خب خود به خود اینم ناخوش میشه دیگه. دلخوشی باید باشه همه باشه. دلخوشی فقط هم رخت آواز نیست. درست آزادی خیلی خوبه، اون دلخوشی میاره، ولی همه چی رخت آواز نیست. دلخوشی اینه که آدم فکر آیندهش نباشه که چه کنم نداشته باشه. فکر آینده بچهش، فکر مدرسه بچهش، فکر نمیدونم ازدواج میخواد بچهش بکنه، چرا خونهش رو چیزی دیری بده دیگه میاره دیگه. بعد یه سری ها فکر کنن تو ایران یه داره مثلا یه نره مثلا به پول رسیدن بگونم خیلی دیگه زندگیشون راحته، خیلی خوشن. اصلا اینا نمیدونن خوشی یعنی چی. و خوشی به این حرفا نیست که خوشی اینه که بتونی راحت، یعنی با فکر آزاد، یعنی به فکر فردا نباشی، به فکر فردا آینده بچت نباشی، به نمیدونم فکر اصلا خیلی چیزا هست که دیگه متأسفانه تو ایران اصلا چی بگم آخر اصلا نمیشه. صدات قطع و وصل میشد، بعدش هم قطع شد. عزیزم اواخر برنامه هم هست، نمیدونم تلفن دیگه داریم روی خط پشت خط یا نه. نکات با اهمیتی الان تو برنامه مطرح شد، صحبت کردیم. حکومتی که تأمین اجتماعی رو از جامعه میگیره، حکومتی که بیکاری، فقر، نداری، اعتیاد، فحشا دامنگیر جامعه میکنه، این حکومت ضد زنه و ضد شادی. نابرابری رو باید نهادینه کنه و برای نهادینه کردن این نابرابری باید یه لباسی بدوزه و اون لباس و هیئت‌های عزاداری، نوحه خوانی، مداحان و غیره دارن انجام میدن. جامعه رو میخواد ببره تو کما و یه عده که از فقر و فلاکت مینالن باید بیان اونجا خالی کنن خودشونو، آه و ناله و زاری کنن. اما تصمیم جامعه چیه؟ تصمیم جامعه اینه که ما اعتراض میکنیم. کارگری که دست به اعتصاب میزنه، پرستاری که دست به اعتصاب میزنه، معلمی که دست به تظاهرات اعتصاب میزنه، نمونش روز پرستار در تبریز، نوروزخانی در ساری یا غیره، جامعه واکنشش اینه، میگه من زیر قوانین حکومت جمهوری اسلامی میزنم. جامعه تسلیم نشده، به همین خاطر جمهوری اسلامی دائما بر تبل فقر و ببخشید بر تبل غم و اندوه و ناله و زاری میکوبه. خمینی مگه یادتون نمیاد میگفت همین گریه ها ما را نجات داده؟ راست میگه، همین گریه ها نجاتش داده. میگه گریه کن، با حال روز خودت گریه کن. اما یه جامعه ایه که میخواد شادی و خنده رو برگردونه و این جز با رفاه، جز با تامین اجتماعی، جز با نداشتن دغدغه برای نان، برای سفره خالی، برای بیماری، برای آینده فرزند، اون دغدغه رو باید برداشت. با برداشتن جمهوری اسلامی و بازگرداندن آزادی و برابری شادی برمیگرده. شادی میاد و ماندگار میشه. شب شادی داشته باشید در ادامه. بهترین ها رو براتون آرزو دارم، به امید دیدارهای بعدی و به زودی.